ګران دوستانو سلامونه او احترامونه د خراغلاس د سپینو خبرو پروګرام ته بیا هم ستاسو په خدمت کې یاستو او د افغانستان په چارو به هم سره ان شاء الله غږیږو او نوې کال ده باقي دی ما بهتري خواهد بود که افغانان ما تلیفون بزنن یګان تب خوشی باشه او یګان فکایی هم اگر در میان بود و یک لبخندی و یک شعر و یک خاطره از افغانستان اخبار افغانستان فوق العاده هم دلخراش شده و هم داره گفته بعضی ها کهنه میشه که الان آقای اشرف غنی وعده گذاشت تو صاحب که ما فساد رفع میسازم و مبارزه علیه فساد و سال تأمین امنیت خواهد بود و نمیدانم یه حرفای کهنی که هم در این 14 سال هر کدام از اینها دست نشانده از جانب زامد کرزه پاپیت و بردی دیگر تا دو نفر دیگی که روی کار آمدن انتخاب آقای جنکیری وزیر خارجه امریکا در جلو ما یعنی چند شخص تصنوعی بالای مردم تحمیل گردیده و عنوان ریاست جمهوری و از همه بتری که وحدت ملی نمیدانم آیامی وحدت است که یک دو شخص غیر متجانس به اشاره دیگرا تحمیلی بالای یک کتله بیچاره و بدبختی که 40 سال است رمق آرام نکشیده و در گیر و دار حوادث خمیر شده میرن خانهشان ویران شد اولادایشان تلف شد به خانمان گردیده بیوه و بیوزن داره و اندوه و درد و غم بسیار عمیق جانکاهی داره و اینا میان صاحب در بالای استیج و در تلویزیون ها و رسانه ها عرفای را نثار مردم میداره که هر کدام از رو یقینا کاردی تیزیست که با جگر افغان زده میشه و همی عرفا آقای اشرف غنی را دیدیم در اخبار که زنگ تعلیمی 1395 به صدا در آورد و که گویا این مردم بسیار تعلیم دوست هستن و میخواین کشور با سواد شوه و در پهلوی از او خبری شنیده شد از افغانستان دوستان عزیز که 700 مکتب و مدرسه درشان در سال گذشته بسته بود یقینا بودیجه از او از بادارایشان گرفته شده مگر مکتب درک نداشت و نه مدرسه و نه معلمی با درهای بسته بودیجه صرف شده و نصف از زور خوب فاروق جان وردگ در جیب خود گفته کابلیه در نیفه خود زد برد و دیگه شاله نمیفهم وزیر معرف کی است و جیب از اونا سرازیر میشه و اینجا حمید کرزی و اشرف غنی و ای غلامای گفته بعضی ها کهنه و نو هر دو با هم استادن و زنگ تعلیمی سال 1395 به صدا در آوردن و که آغاز سال تعلیمی است. نمیدانم یک زنگ باید در گوشای از اینا هم زده شوه که اینا هم یک تعلیم بردارن ای چند تا مزدور اجانب و غلام های القب گوش اجنبیان که هم تاریخ افغانستان شرماندن و هم ملت سخت بیچاره و بدبخت ساخته که به گوش از اینا یک جرنگانه باشه که هر روز به صدا در بیه و آقای اشرف غنی بلند شدن اونا گفتن که ما در سال گذشته دوستان عزیز مشروط برآمدم پارچه مشروطی دادین مرا امسال خدا کنه که ما پارچه کامیابی از شما بگیرم من نمیفهم در کدام عرصه خودت مشروط بودی اما جهان یک سره فریادشان بلند بوده که حکومت در همه عرصه ها و ساحات اجراعات ناکام بوده و در درون خود دستگاه دولت در میان دو رئیس جمهور تخاصم و جنگ و بدبینی و عداوت موجود بوده حتی مقرری ها تا حال تکمیل نگردیده حکومت از عمر عزیز از او بیش از 1.5 سال میگذره و ایستا ایستا به پایان عمر خود میرسه بازم شما خواهد دیدین که همی والی های چون مزار و نمیدانم بعضی ساحاتی که به اساس مصلحت و زور به اقتدار رسیدن باقی خواهند ماند و اینا خود از اینا به حساب 4 سال از اینا تمام خواهد شد
شورا شورای اکسپایرد شده گفتی امریکایی که همون مدت حیات شورا به پایان رسید و در اونجا یک بهانه عجیبی را اینا دارن که باید یک کمیسیون انتخابات اصلاح شده باید موجود باشه که نشود چون در وقتی که انتخابات ریاست جمهوری بود و قرار بود دکتر سید عبدالله رئیس جمهوری افغانستان شوه و آقای اشرف غنی با تقلب میدان برده او را همو پیران خونپور حضرت امام حسین ساختن اردقد جلوی چشم مردم میکشن در حالی که واقعا همی آدم ناکام ماند دکتر عبدالله و اشرف غنی را مردم افغانستان رای سپردن که یک تغییر بیا و همی اشرف غنی هم ناکام ماند که رای مردم شریف افغانستان دوباره برداشت و به دامان عبدالله انداخت و او را هم با خود یک در قدرت اشتراک داد و بروی مردم خاک زدی بدبخت جایی که امو ترست و اعتبار مردم نگه می داشت امو را یک سر یک خبت تاریخی یک جهالت تاریخی یک ظلم بالای مردم بیچاره و بدبخت افغانستان صورت گرفت که در درون خود اینا با هم در یک تفاهم اجراعات نمی دارن. اما تو معاون از اونا آقای جنرال دوستم گلمجم که او هم غایب است و گم است و رای مردم ازبک و ترکمن و اینا را جمع کرد و در دامان این شخص به حساب گذاشت که رئیس جمهور شد و بالاخره او آدم هم ناپدید شده و همین مشاورین از اینا چون ضیاء مسعود که برای اصلاحات و امور حکومتداری خوب مشاور بودن اونا هم یک سر در کوهستانات و نمیدانم در قرا و قصبات در حال شعار دادن است و بسیج میکنه مجاهدین و الگوی مقاومت خود قرار داده و در زیارتگاه برادر قهرمان خود میسته و ضد طالب و پاکستان و نمیدانم یکان بار میگه سر پشکل سوار شد و کشمیر را میبینه این تو کارهای را دوستان عزیز از اینا میبینیم متاسفانه همین تلویزیون ها به حد مضحک شده صاحب این چهره های کثیفی از اینا را برای هر یک افغان نشان میتن و حضور میرسانن و هم حرفی از اونا و هم چهره های همین کسانی که در طول دهه های سه دهی اخیر افغانستان به ویرانی کشانیده و خانه های مردم ویران کردن جان مردم گرفتن همین اشخاص دوباره برمیگردن و صحبت و شعار و نطق و خطابا و صاحب که گویا الگوی مقاومت اینا هستن و صاحب مجاهدین برحق افغانستان هم اینا بودن و با روسا اینا در جنگ بودن و صاحب یه ابرقدرت جهانی را اینا از پا در آوردن امروز میراث خور مجاهدین امینا هستن یرفا را میشنیم و اخبار زد و نقیص دوستان عزیز شنیده میشه اما تو در سمت شمال افغانستان البته چون معلومات ها و دوستم در یک رقابت قرار دارن و عکسای دوستم در مزار شریف در بعض جای به حساب گذاشته شده بود او را بعضی ها رفتن چیر کرده و زیر پا زده و صاحب به خاطر از او مظاهرات در سمت در ولایت بلخ صورت گرفت و همچنان کماندر رزولوت کماندر ویزت کندوز رزولوت سپورت کماندر جنرال جان دبلیو نیکلسون visited the province governed by Kunduz چطوره یاسد یارفا را میبینیم که همون بادارای از اینا خودسرانه میان و سب تفتیش میکنه که ولایت قندوز سقوط نکنه یعنی یک سرای کشور به دست دیگاه افتاده لودای توی چون اشرف غنی و عبدالله برده های جز بیش نیستن و اونا آزاد میان در ولایت قندوز سفر میکنن به کابل میان از این بیشتر چی شده میتونه یک حکومت پوشالی تزویری تصنویی بالای مردم حاکم گردیده و به این منوال آقای اشرف غنی دیروز شنیدیم در اخبار که اونا گفتن که سال 2016 سال
جنگ علیه فساد یا مبارزه علیه فساد خواهد بود اعلان کردن و نمیدانم که یه مبارزه که ببینیم که فرزاد جان چی داریم آقای اشرف غنی رو بشنیم. سال 1395 هجری خورشیدی را رئیس جمهور غنی سال پیکار در برابر فساد اداری گفته است. فساد اداری در واقع افغانستان را سالها رنج داده است و تلاش ها برای از میان برداشتن آن دست آورد چشمگیری نداشته است. افزایش فاصله میان گپ تا عمل در کار مبارزه با فساد اداری بنیادی ترین عامل پنداشته می شود که مهر کشور فاسد را بر چهره افغانستان زده است. در صورت موجود یک اراده بسیار قوی سیاسی و یک امانگی بسیار دقیق بین ادارات ارگان های عدلی و قضایی می توانیم اگر به نتیجه مطلوب نرسیم حداقل به یک نتیجه برسیم که جوابگوی نیازهای روز باشه و مردم افغانستان بتونه که راضی شود. ولی با تاسف امروز مردم افغانستان و همچنان کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری به عنوان یک آواز مستقل از تلاش های حکومت یعنی کاملا راضی به نظر نمیرسه. حکومت داری خوب، تأمین امنیت، رشد اقتصادی، زدودن فقر و کارآفرینی از مهمترین آزمون های حکومت وحدت ملی در این سال گفته شدند. هر نوع فساد به شمول فساد اداری قوی ترین دولت ها را میتونه به زانو در بیاره. بنابراین یکی از دشمن های قوی حکومت موجود افغانستان و حکومت گذشته افغانستان فساد اداری بوده. اما معضل افغانستان در سال که تازه آغاز شده است تنها به مبارزه در برابر فساد اداری خلاصه نمی شود. جنگ یکی از پدیده های ناخوشایند سال 1395 پیش بینی می شود، اما نهادهای امنیتی کشور را سرپرستان اداره می کنند و نیز برخی از ولایت ها از سوی سرپرستان اداره می شوند. ما نتانستیم که بیشتر از 1.5 سال گذشته از حکومت وحدت ملی که وزیر جنگ داشته باشیم، وزیر رئیس امنیت ملی داشته باشیم و همچنان بعضی والیایی که سرپرست هستند داشته باشیم، چون بین خود رهبرای حکومت وحدت ملی هنوز تفاهم موجود نیست. پیش از این ناتو و کشورهای کمک کننده هم ادامه کمک‌های مالیشان را به افغانستان به چگونگی پیکار حکومت در برابر فساد اداری و آوردن حکومتداری خوب مشروط ساخته است. تکمیل کابینه مبارزه است. دوستان عزیز، خبر جالب بود یقینا، مگر مکرر شنیده شده در طول سالها هم از دوران حامد کرزی که پیش شرط های کمک به افغانستان توسط کشورهای دونر و کمک دهنده به افغانستان، چون افغانستان یک کشور مصرفی است و اعتقاد داره به تعاون و کمک جهانی، بالاخره کشور یقینا 100% اگر پولهای بیرون قطع شوه و مرگ طبیعی خود حکومتداران میمیره، دورانشان ختم میشه، حیثیت یک طفلی که چوشک به دهنش بتو امرار حیات کنن، در غیر از او حکومتی نخواهد بود و نه اردوی و نه دستگاه دولتی در مجموع، یعنی متکی هستند به دیگرا و تعاون و کمکای دیگرا. مگر بدبختی مهمی است که کشورهای زیدخل در قضایای افغانستان دیده بدانستان میدانند که نه در طول 14 سال فساد جایی که کم شد بیشتر شده، مردم در همی حکومتداران چشم سفید شدن و بیشتر قاپیدن و چاپیدن، یعنی هر روز از روز قبل از او هم فساد و هم بیکفایتی خودسری انرژی در کشور بیشتر شده میره و اینا کدام کاری نمی کنم. صرف یک حیثیت یک شعار و اختار برای از اینا داره و اونا می دانن که به این ترتیبه که پالیسی روانه هست این حکومت اصلاح شدنی نیست و اونا هم خود نمی خواهند که حکومت اصلاح باشد، در اینجا پول دزدیدن نشوه، سرقت نباشه، فساد اداری نباشه. اونا تشویق می کنن فساد اداری را، بی بازخواستی ها، عدم حاکمیت قانون تشویق میشه به صورت غیر مرئی. وقتی در یک کشور مکافات و مجازاتی صورت نگرفت، در همینجاست که قانون تطبیق نمیشه و عدم حاکمیت قانون فساد بار میاره، بی امنیتی ها را بار میاره. حتی شما باور کنین در همین
جنگ علیه طالب میگره قدر فساد جریان داره که هیچ حد نداره. یکان بار عمیق شما ببینین فساد اداری نه تنها که در دوائر دولت بیداد میکنه، وکلای ما نصف از اونا آساچوب به دست از اونا یک چادرک خانم پوشیده دفتر به دفتر میگرده ویسه کمک که یکی از آریزین و در برابر از او یک پول هایی که به دستشان میفته یک مرکز داد و ستود دوزادوزی پارلمان افغانستان گردیده قوای مقننه. قوای قضایی افغانستان که در اونجا آریزین باید فتوای اسلامی صادر شوه و مقدرات تعیین شوه یا آریزین برشان رسیدگی شوه، اما او فلتر قضاوت قوای قضایی یک کشور هست، دادگاه ها هست، در اونجا هم دوستان عزیز فساد بیداد میکنه، چون در اونجا آریزین من عارض و معروض با یک حساب بگوییم مدعی مدعی علیه، در اونجا بیشتر پول تا و بالا میشه و در اونجا فساد هم بیداد میکنه. در خود دستگاه و حکومت افغانستان، در اردوی افغانستان میگه به حد پول دوزادوزی که مبلغ گزافی در اونجا چون تخصیص میشه برای دفاع از قوای ناتو و دفاع از امی حکومت پوشالی و غیر مردمی، به میلیون ها دلار در روغنیات و در کارتوس و در مصارف مهمات عسکری که برای از اونا تخصیصیه شده توسط کشورهای دونر در امونجا غیب میشه، در امونجا ربوده میشه. و اینا میگن که هر قدری که جنگ بیشتر علیه طالب در یک منطقه در بگیره، در امونجا بیشتر تخصیصی کارتوس و باروت و روغنیات و مهمات جنگی توسط یک قماندان عریضه میشه، به اونا سپرده میشه و اونا نصف از اون را یا یک گفتیم یک 20% از اون را در جنگ صرف میکنه، دیگه از اونا را دوباره پس بالای طالب میفروشن. بهترین مشتری از اونا طالبان خواهد بود. یا ای که بالای امی قماندان سالارانی که اسلحه ذخیره میکنن به روزی که یک روز طالب بیای و باز اینا مقاومت کرده بتانه. یعنی بسیار جالب است شما ببینید که جنگ افغانستان مرکز فساد شده. یعنی در درون خود جنگ های طالب و جنگ اردوی افغانستان بیشترین فساد در اونجا موجود است. این رو شاید بیشتری باور نمی کردن. مگر همین راپورای مخفی را که مطالعه میشه و قرائن هم امیر میگه و عقل سلیم هم امیر میتونه درک کنه، دوستان عزیز، که بیشترین پول در اونجا با جیب این و آن میفته. حتی در خود انتخاب یک وزیر دفاعی که امروز توف توفیلی یک آدم معیوب همونجا گذاشتن بایست نمایش آقای معصوم ستانکزای که او در یک مرحله بسیار دردناک جنگی و بیامنیتی ها وزیر دفاع شده که هیچ از دفاع و از وزارت و از عسکری و هیچ بلد نیست، به آدم بیوشی بیچاره که غیر محارب گفته بعضی ها، او را او به هی لحاظ هست که آقای دکتر عبدالله چشم دوخته که وزارت دفاع مربوط شوه به ستاد از اونا به یک حساب، و آقای اشرف غنی طرف خود کش میکنه. وقتی ما با یکی از دوستا صحبت کردم که چرا وزارت دفاع وزیر تعیین نمیشه، میگه بیادر وزارت دفاع خود معدن طلا است. گفتیم چطور؟ گفتم بیشترین پول جهانی را اگر شما برین ببینین در این نشست ها تخصیصیه برای اردوی افغانستان 5 بیلیون و 6 بیلیون دلار به اردوی افغانستان سپرده میشه که اونا اما قوای مقاومت هست که علیه طالب هم میجنگه و علیه داعش هم در جنگ قرار دارن و آلات امرجنسی را اونا به حساب به دست داره که رسیدگی بداره به امنیت افغانستان و بیشترین قربانی را همونا 360-350 هزار آدم قرار است معاشخور داشته باشن در اردوی افغانستان، قوای امنیتی افغانستان بالاخره، و وقتی هر یکی وزارت داشت بیشترین پول به دامان امو ستاد می افته. حتی اینا میگن که بسم الله خان در دورانی که وزیر دفاع بود تنها یک قلم در همین
شواهدی که در روزای آغازین حکومت توسط اشرف غنی یک هیئت تعیین شد، در یک معامله تقریبا 120 میلیون دلار سرقت شده توسط بسم الله خان وزیر دفاع وقت. دیگه به این لحاظ پولهای بسیار گفته کتابازی در اونجا موجود هست و پولها به دامان از اینا میفته. باز گفتم خب اگر وزیر دفاع بود، و بله وزیر دفاع وقتی پولا را گرفت، خب مربوط یک ستاد است، در اونجا اینا نشستایی دارن، باز او را میگه این پولا را به یک بودیجه که باز در آینده افغانستان اگر کدام کمپین بود و انتخاباتی بود این پولها صرف شوه و ما بقای ما تامین میشه، بالای از این اسلحه میخریم، هر قدری که یک کسی زر بیشتر داشت و زور هم داشت و قهرامیز عمل کردی کشور کنترل میکنه و ما اگر پولدار بودیم کنترل کشور به دست ما میافت. بسیار جالب است اینجا برادر آقای جای مسعود، ولی خان مسعود که در لندن یک ویترین داشت و در وقت خود و سفیر بود و پولای وقت جهاد و جنگای داخلی را او آدم تا و بالا میکرد و امو برادر ارشد آقای قهرمان صاحب بودن و امو لاجورد و نمیدانم زمرد و اینا را هم او آدم به بیرون میکشید و دمی معاملات تجارت و قاچاق و اینا او دست بالا داره و بسیار بلا آدم است. در همینجا فرزاد جان اگه او را پیدا کردین، امو بخش آقای احمد ولی مسعود، او میگه که برادر باید یک حکومت، یک حکومت بسیار حکومت ناقص است، بیکفایت است، باید لوی جرگه احضار شوه و در اونجا صدر اعظم انتخاب شوه. می قوه اجرایه را اینا نمیخواین که آقای دکتر صاحب عبدالله اینقدر تنزل داشته باشه، اینقدر خود پست بسازه که به یک حساب با حکومت دوتایی با همراه اشرف غنی مساوی قرار بگیره. اینا او را آر و ننگ می دانند که دکتر عبدالله را بی بی و اشرف غنی را که یک آدم کف سر دریا با یک حساب از بیرون آمده، یک معلمه که چولر صاحب، یه آدم خوب الگوی مقاومت است، یه مجاهد است، یه بزرگوار هست، یه در جوار آقای قهرمان صاحب در کوها و دره ها دویده، بنان حق مسلم مجاهدین هست که حکومت به دست از اونا تعلق بگیره و همی حکومت نیمه نیمه قوه اجرایی که تأسیس شده او را هم اینا قناعت ندارن. اینا میخواین که پارلمانی شوه و یک صدر اعظم باشه و صدر اعظم اختیار بیشتر داشته باشه، رئیس جمهور یک حیثیت یک سمبول بیش نباشه که سال یک دو بار برای و یکان فرمان مرمان قرائت کنه، دیگه در امور دست نداشته باشه. آقای عبدالله عبدالله در این مدت باقی مانده 3.5 سال و آدم خود مختار قدرتمند باشه و آیستا آیستا قدرت به اونا تعلق بگیره و قانونا یادم صدر اعظم کشور مقرر شو و با امو تفاهم نامی تقلبی را که جبران بالای از اینا امضا شد و توسط دیگرا وحدت تحت عنوان وحدت ملی، جبر که بالای ملت آمد یا جبر ملی بگویم به اشاره دیگرا و عنوان از او را وحدت ملی گذاشتن برای اخفال اجتماع بیخبر و گوسفندی افغانستان، او حالت تغییر کنه و در اون پیمان هم تحریر شده که از مواد از او همی است که بعد از 2 سال لوی جرگه و یک قانون تغییر کنه و تعدیل بیا در مواد قانون اساسی، چون تا این دم در 2 سال یه حکومت یا قوه اجرایه همی پست CEO بگویم و اجرایه ای ریاست اجرایه غیر قانونی است. در حقیقت اینا خلاف قانون اساسی 2 سال سپری می داره. اما اشرف غنی خلاف قانون یه عمل پذیرفته، چون سوته جانکیری در کلش خورده بود و هم یه آدمی که از قانون حرف میزنه و از ملت و مردم خلاف قانون، چون منافع خود از اینا مطرح شد و زور دیگرا بالای شانی از اینا بود، او پست پذیرفتن. این در حقیقت 2 سال غیر قانونی و حال باید آنچه در کاغذ است و در
پیمان هست و عمل شوه و اینا لوی جرگه و در قانون یا قانون اساسی یک تعدیل رو نما بگرده. این بسیار جالب است. آقای احمد ولی مسعود واری چهره هاست قانون، از حق مردم، از اصول، از این چیزها دوستان عزیز حرف میزنن که یعنی سلول سلول بدن عزیز از فساد پر است. توجه بده آباد برگزاری لوی جرگه تقنینی، مبارزه با فساد اداری، ایجاد فرصت‌های تازه شغلی از مهمترین کارهایی هستند که حکومت وحدت ملی باید در سال نو خورشیدی آنها را انجام بدهند. اما بسیاری از آگاهان به این باور هستند که حکومت هیچ تصمیمی برای برگزاری انتخابات و برگزاری لوی جرگه تقنینی نداره و تاکنون برنامه‌های منظمی را در این باره نساخته است. در سال 95 حکومت دشواری‌های زیادتری را پیش رو دارد. اولا زمینه کامل باید برای برگزاری انتخابات سرتاسری ولسی جرگه و شورای ولسوالی مساعد شود که این امر کار بسیار دشوار است. این آگاهان می افزایند که اگر حکومت برای برگزاری انتخابات و لوی جرگه تصمیم می داشت، باید تا کنون شناسنامه های برقی را برای شفافیت انتخابات توزیع می کرد و کمیسیون طرح تعدیل قانون اساسی را نیز ایجاد می کرد. و حکومت هم به شدت دسکردیت شده، یعنی اعتبارش پایین آمده، مشروعیتش پایین آمده و اگر این کار را در بار از هفت ماه نکنه، مطمئنن که حالت حکومت و در مجموع حالت نظام و بعد حالت خود کشور بسیار بدتر میشه. اما حکومت وحدت ملی میگوید که به عملی کردن این وعده ها متعهد است. دزل انتخابات هم در امنیت لحاظه، هم در شفافیت لحاظه او هم در طول خلق ته د سهم د ورکول له هغه ځکه چې په دې کې باید سرتاسری وي او ټول خلق وکول شي خپل اراده د اراده اظهار وکړي او خپل منتخب استاز انتخاب کړي. در همین حال اداره مبارزه با فساد اداری از بررسی شدن پرونده های کابل بانک، پیمان های نفت وزارت دفاع ملی، شهرک هوشمند، شناسنامه های برقی، قراردادهای میدان های هوایی و شهرداری، پرونده های وزارت امور زنان و اداره انکشاف صادرات افغانستان در یک سال گذشته سخن میزند و این پرونده ها را از بزرگترین پرونده های فساد میداند. اما میگوید که هیچ کدام از این پرونده ها به علت حمایت برخی از مقام های دولتی به نتیجه نرسیدند. نباید این موانع خود ساخته و تصنعی جلو اجراءات قانونی محاکم لوی سانوالی را بگیره و تنفیذ احکام محاکم به خطر مواجه شود. با باور آگاهان حکومت باید به وعده هایش عمل کند تا اعتماد مردم را به دست بیاورد. دوستان عزیز، اخبار یقینا گویای احوال افغانستان هستند. هر یکی حرف میزنه، هر یکی میگه ترشا و بی قانونی جریان داره، حکومت فاسد هست، وعده ها سپرده شد، عمل نشد، بالای یخ نوشتن، دفتر گذاشتن. حتی مثال میتن، مثلی کابل بانک و نمیدانم شهرک هوشمند و این و آن، هر کدام مثلی امیر که از کردیم خورد و بردی که در وزارت دفاع صورت گرفته بود و اقلامی بسیار سرسام آوری دزدیده شده در همون قراردادی های وزارت دفاع ملی، هر کدام از اونا یا همون یک چند نفری که در اختلاس تعمیر شهرک ها بازداشت شدن، درک یکی معلوم نشد. یا تا همون دخترک فرخنده را در احزار جهان که همه جهان تکان داد یک سال قبل، هیچ وضع، یعنی در قتل قصاص است. خود قرآن میگه یکی از اونها را به دار نیاویختن که برای دیگر عبرت شد. یعنی این قتل فرخنده اقدر جرأت برای دیگر را داد که به این فجاهت و به این چی میگه سقل جرم یک خانم در درون کابل با صدها نفر بالای شکمش را رفتن، موتر بالا کردن، بالای جسد از او سوختاندن، دریا انداختن. یعنی چندین جرم و تخلف در اونجا صورت گرفت، جنایت صورت گرفت، مگر آب از آب تکان نخورد. خب یک چند نفر زندانی ساختن و باز از یک طرف یک زندانبان $10,000 که گرفت، یکی یکی الهیشان میتن میره پس کار خود. باز کی است که صادره و وارده زندان بداره؟ یا اشرف غنی خان واری که در جلو نشسته از عقب هر چیز که هر کس کرد و صاحبی
باغ تالاک کرد و سه یا خانه را سوراخ کرد. یا اشخاصی بسیار ضعیف یا حکومت چی میگه یلجاری بالای مردم تحمیل شده. لطفاً دوستان عزیز تلفن بزنین. باز هم عرض کردم که پروگرام آزاد است، آنچه در دل و دماغ شما میگذره بیاین در میان بگذارین، چی بالای سیاست چی گفتم یک تفننی، چون بهار هست یکان بار خوشی های ما با غم آمیخته شده و روزهایی که دیگه یقینا از دل خوش هستن ما یک ترانه و پایکوبی تصنوعی را در میاریم، آهنگ میشنویم مگر فردای ما نامعلوم است، با یک کنسرت داخل میشیم نمیدانیم که دوباره پس با خانه و کاشانی خود بر میتانیم بگردیم، زنده هستیم نفس میکشیم مگر نمیدانیم که آیا ما یک روزی حلال به دست ما خواهد رسید. یعنی یگان بار شما ببینید صرف بی‌امنیتی جنگ نیست، در درون خود زندگی حیات این مردم از لحاظ صحی، از لحاظ تعلیمی، از لحاظ امرار حیات در اجتماع، یک آدم در منزل نشسته جنگ هم نیست، کندوز هم نیست و هلمند هم نیست، درون کابل نشسته مگر نارام است، فکرن نمیدانه چی کنه، اولادش چطور میشه، زندگی و فردای از او چی خواهد شد، و دستی توهی و به حساب در یک فقر و بدبختی و حراس زندگی میداره. آیا او را شما امن میگید؟ یک نفر ضرور نیست که در یک میدان گلوله باری و یک بینیش خون پر شوه و یا فرض کنیم شلیک راکت خانیش بیای و او را ویران کنه. می خود کانون اجتماع افغان توسط امی حکومتداران عزادار شده، بی امن است. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم برادر جان، چطور هستی؟ خوب است که چیار داری؟ شما خوب هستین سب؟ خیر و خیلی تشکر، زنده باشی، سال نو برای خودت و به فامیلتان و به کلگی تبریک میگم برادر. بله شما هم سال نو تبریک میگیم، خدا هم سال خوشی برای شما هر روزتان خوش باشه. خوش آمین به خودتان هم برادر جان. بیست ما از پروگرام های خودت یاد میگیریم، خصوصا برادر جان من همیشه دعا میکنم که خداوند پدر و مادر تبو بخشه و هر ارواحشان خوشنود باشه که تو اولاد کلان کردین و تو اگر مانند خود یک چهار نفر دیگه باشه مملکت ما و دنیا بسیار خوب می باشه. دیگه ما از پیشت خوش هستیم، من همیشه گپای خودت مثال برای اولادای میارم، کلا را میگم بشینه گپای خودت که خدا و رسول گپ میزنی خوش میکنیم. خداوند تعالی در عرض امان خوب داشته باشد، خدا جان دنیا و آخرت تا نخوب کنه بیادر جان. قربانی چما میخواستم داشتم ما قربان شما دستکایت میبوسم، بسیار بسیار تشکر، خداوند خودت حفظ کنه از سر فامیل کم نشویم، که تو حال حیال زنده باشی و خداوند دنیا و آخرت تا نخوب بسازه، خدا کمت نکنه. تشکر ما بخوره که گل ما بسیار زیاد تشکر. یکان بار امی عرفای اخلاص با کلماتی بسیار ساده واقعا امو عرضوهای قلبی یک شخص بیان میداره. یکان بار میبینی که بسیار در کلمات بسیار بالا و ادبیات و شعر و شاعری و سیب و لغات و کلمات بسیار بالا که از متن نمیدانم امو ادبیات قرون وسطایی برداشتن و صاحب با هم آمیختن و صاحب که یه آدم بسیار پوهاندی بزرگوار است و در ادبیات دری صاحب جایزه گرفته، مگر یکان بارم خود ادبیات محلی ما مردم ما با کلمات بسیار ساده با قلب باز و سخاوتمند در کلمات و در اظهار عشق محبت برای یک دیگر بسیار کاری میفته. یکی شمی خانم بودن که برای ما هم اخلاص خود نشان دادی و من یقین دارم همه تو اشخاص دلشان بسیار مهربان هست برای دیگرها و کلمات بسیار نیک نثار یک دیگر می دارن، در او فامیل بسیار عطوفت و مهربانی هم می باشه. همه تو مادر اگر یک فامیل داشته باشه اولاد بسیار با چی میگه روحیات سالم بزرگ میشه، چون دل از اینا پر از عشق و محبت هست.
برای که گفت گفت بیادر مادر باسواد بشار اولاد خوب تربیه کردن میتانه یا بی سواد. گفتم سواد منظور خودی چی هست؟ گفتی که سب تعلیم کردن و درست. گفتم نه بابا ولم ضرور نیست که خانم باسواد باشه و مکتب رفته باشه و ماستر باشه و دکتر باشه. مگر بعضی خانه ها و منازل داخل می شدین یا خانم که هیچ به مدرسه نرفته و سرش و اگه صاحب از خانه بیرون نشده و با همون چادر نجیبانی با سطر در درون کانون خانه یک با شهامت و با مناعت اولاد درس مناعت، شرافت، ایمانداری، بزرگی اینا داده که او باز او طفل تا زنده است همو تربیه درم کلی از او میمانه. شاید او تعلیم کنه، دکتر شوه، ماستر شوه و نمیدانم پوهان باشه، مگر اگر تربیه یا تهدابی از او ناقص بود گهواری شای خانم باسوادی که شب و روز از علا که حق زن تلف شد و از مرد تلف شد و صاحب شعرا و صاحب یک خانم بیگانه از کلچر و فرهنگ با زو هیچ به درد نمیخوره. امین خانم ها رو من بسیار عرض میگذارم. بله سلام علیکم. بله آقای خدمت شما، سلام علیکم. و علیکم سلام. آقای محترم حاجی صاحب خدمت شما، رمانی سال 1395 را به شما و وفات فرد مردم افغان تبریک میدارم. دزر پرور دشمنان به خون خطه و عرضت تفر و پیر و جوان پسر بی پدر شد و پدر بی پسر زمین فوقوار و آسمان نوگر. حالات ناگوار غمگین را که ملاحظه می داری در دست وطن پروشان جنگ سالاران آدم کشان می راست و خال تنظیما آمد کرده و ازای کابینه اجدال و دسته عین و غین بوده می باشد. وطن داران گرامی تا کدام وقت صبر رای سلا بدارید که وطن پروشان شناخته شده بالای شما کفرمایی کند. چی شد؟ پدر، مادر، برادر، خواهر، کاکا، ماما و غیره خوابرا که غم انگوی آنها را عشق میریزید و روزای خوشی را به ماتم سپری میکنید به درجه رسیدن و خواهین این به وطن اشرف غنی دست شانده امریکا عبدالله که تا حال اسم پدرش را معرفی نمی کند آمد کرده شاش جای ثانی مانند روبای مکار این سن آنچه میرود آمدیای مسئول که در پل اختلاس بانگ مقابل شدند یادی از بسم‌الله محمدی یونس خانونی مراسله کرد سیاب زمین های زیاد را فقبند در خبزه دارد تویان اسماعیل زمین های مجلس رازابزی را در ایوان گرفته است انجینر خان محمد الغندوال طارق فاروق وردک در سپرده اسلامی میباشند حتی محمد نور پس ها زمین ها را در مذهب گرفتند سرور دانش کریم خلیلی محقق نوکر دولت ایران هستند رشید دوستان و زاده پدر روسی باشد و غیره در سایه شراب مشتر حرکت میکنند که از یک گونه رفتار غیر کلامت انسانی بالای مردم دریغ نکرده و نمیکنند مردمان سیستم دیده کمبر همت بسته کنید و خود جرأت بدهید و اندازه توان خویش در نابودی حکومت وحدت ملی و همکاران حکومت دست نشان دهید و شعارهای رکیب و مزایای برسر برادری و برادری بدوید امت به خدا و امت بازوی شما این وطن فروشان نیست و نابود نگرد. بله بسیار تشکر صاحب رحمانی صاحب لطف کردیم رحمت تو راست بالا یقینه. بله سلام علیکم صاحب. الو سلام علیکم صاحب. و علیکم سلام خطاب صاحب محترم صاحب مانترین آقای واجی صاحب سلام علیکم خوش آمد تقدیم میکنم سال نو بر شما و فامیل محترمتان سال نیک میخوایم همچنان خطاب صاحب محترم ما بسیار خوش هستم که شما سال نو و نوروز را تجلیل کردین و این بهار که در پشت سر شما نماینده است ایست که و با این عملتان شما یک مسئله را ثابت ساختین که شما افکار طالبانی ندارین و شما طرفدار نظام نیمه دارم خودش یک عمل است که شما بله بله و این مسئله را من بخاطر هموطنهای کتاب میکنم که اونا دوچار اشتباه نشن شما نوروز تحلیل کردین در حال که طالبان نوروز آرام میدانن شما از نوروز به خوبی یاد کردین در حال که اونا حتی همی کشمشه و افمیوه را هم حرام میگن حتی
میگه سمنک انداختن حرام است. اینه به این خاطر شما این کار کردین و ما از امتانا خواهش میکنم که دیگه در مورد شما قضاوت غیر عادلانه نکنن و این متوجه باشن و خصوص امتانایی که صاحب نظر هستن. بله بله. یک چیز در وجودشان است، در کلیشان است، اونا زنگ بزنن خطاب صاحب. شما دو ساعت تلفون در خدمت از این امتانا قرار دادین. بله. اونا نمیدونم که با و البته چیز فهم نیست که میگین چیز فهم تلفون تلفون کنن، زنگ بزنن، نظر بتن و در مورد افغانستان نظر دیگه خدا ایراح کنن. خدا یار و مددگارتان. بسیار یکی بسیار ظریف یک شخص بودن، در یک کنفرانس تقریبا 35 سال قبل در لس آنجلس دایر شده بود، شخصیت فهمیده هم بودن و در ضمن چی بودن، یعنی ظرافت کلام داشتن. او سر استیج صدا شد، هر کسی که کسای سوالای عالمانه داره و سای چی کنه مهربانی کنه و بخیزه، خب باز ما گفتم خب خودت در این کارا بسیار علاقه داری و سوال جواب بر وقت میکنی بخی. خب عالمان را گفتم، ما خب عالم نیستم، بنان ما چون عالم نیستم و نفهمیدم کدام رقم عالم کار دارن. دیگه ما هم صدا کردیم که خبره و نمیدانم دانشمند و یرفا، البته اونا میگن که ما چون خبره نیستیم و دانش هم نداریم، دیگه ما چرا تلفن بزنیم؟ مگر حرف ایست که تا او حدی که علم دارین، تا او حدی که خبیر هستین و خبر هستین از اوضاع، وظیفه تان است. و گفتی حاجی صاحب تلویزیون هم در اختیار شماست و چی میگم، و دو ساعت تمام هم معرفی. او کس آمد آمد، نامد صاحب ما اینه در خدمت شماست و ما در چی میگم، یک هنرمند است بسیار تواضع میکنم، میگه ما هنرمند نیستم، هنرجو هستم، ما هم علمجو هستم، صاحب در خدمت شما قرار دادم، اگر کسی نبود مرا هم چی میگه کما که درخت توت یگان تاش بسیار کلان است و صاحب بسیار توت میته و بعضی خورترک است او را گشور بتین یگان توت از ما میریزه برتان. به هر حال دوستان عزیز، میریم سراغ یک چند اعلان، وقفه اعلانات داریم، دوباره برمیگردیم خدمت شما هستیم. مرا اگه طالبی بگو یا نگوی برای ما بی تفاوت است. اگر با یک گلی که عقب ما قرار داره و صفحه تلویزیون ما از طالب بودن بیرون میشم و باز اگر یک روز حرف زدم پس طالب میشم، این تاپ زدن ها و رفت و آمد این جهالت اجتماعی ما را نشان میده که اگر هر کس طالب بود باشه، هر کس خائنایی که در دولت قرار دارن و تا خرخره را شب و روز بالای خود یکی دیگه شاهیدی و شهادت میتن و ما هم تشریح میکنیم، اگر اونا از یک طالب بهتر هستند دیگه بدا به حال از اونا هم. یکان بار یکقدر تاپا و تاپا بازی و گل باد کوده جان و کلی یکی دیگه، یکی ما بیادر لباس ما همتو پاک و سوتره و زرق و برق نداریم، هر یکی یک تاپگک داره و امو قهر ما با اتهام خلاصه میشه. وقتی یک نفر قهر بود، آدم قهر ما قابل فهم است، میدانیم که مریض است، قهر است، یک شخصی که غصه خود خورده نمیتونه و ای را از یخن بگی که طالب است و را از یخن بگی بدونی کدام ثبوت و برهان طالب هستن، کلشان میگه ما طالب هستیم، جنگ هم میکنه، کل جهان هم میره در پای طالب ها افتاده که بلای از خدا بیاین با ما صلح کنیم. و اونا هم تو کاکا استاد هستن، میگه برین دست همو پدر پدر کلانتان و از بادارایتان گفتی بعضی از اینجا تا لندن و واشنگتن، خلاص برین این وطن ماست، ما از دفاع میکنیم، شما که میفروشین شما بفروشین، ما که دفاع میکنیم ما دفاع میکنیم، اما کارهای خدا میکنه. اگر ما بگویم ما بودم بمرم زنده باشم، اونجا چند نفر از شاید دفاع کنن. اگر طالب گم شد مرد، داعش هم نبود، یک چند نفر دیگه خاط بود، حداقل همی عقل خاط داشت که از این وطن دفاع کنه، از این مردم دفاع بداره، از این کسایی که آواره شده، این کسایی که در آب غرق میشه، خو یا کسی خود باید باشه که از اینا دفاع کنه، یا حکومت فاسد خو از بیخ و بنچک بکنه. این چند تا دوز و غارتگری که سالها قبضه کرده حکومت به نحوی از آنها و به دوزی و غارت و آدم کشی و پنج گناه کبیره را مرتکب میشن، دیگه او را شما تری تری سیل میکنین که فلانی طالبی سوی اونیست، باشه طالبی بدر، از این چی میتونه بدتر شوه که از این حکومتی را که شما هر روز تعریفی از او را از دهن خود از اینا میشنوید. به هر حال برمیگردیم بعد از اعلانات انشاءالله.
در بیش از 15 سال گذشته بیش از 1 میلیون نفر در سراسر جهان با استفاده از دستبند مغناطیسی به شادابی، انرژی و تحرک بسیار بالا رسیدند. دستبند مغناطیسی را به دست خود کنید و پس از فقط چند روز شاهد تأثیرات شگفت‌انگیز آن باشید. هنگامی که تعادل بین یون‌های مثبت و منفی بدن ما از بین می‌رود، ما احساس بی‌حوصلگی، خستگی، کمبود انرژی و درد می‌کنیم. دستبند مغناطیسی انرژی طبیعی بدن را به حد اکثر می‌رساند تا بدن تحت هر شرایطی احساس خوبی و راحتی کند. اگر از درد شانه‌ها، پاها، سردرد، بیخوابی، بی‌حوصلگی و خستگی مزمن رنج می‌برید، دستبند مغناطیسی چاره کار شماست. زندگی بهتر و احساس راحتی با دستبند مغناطیسی. بهبود سیستم ایمنی، بهبود سیستم گردش خون، التیام درد در نقاط مختلف بدن، افزایش انرژی، تنظیم خواب، تقویت حافظه با دستبند مغناطیسی. امروزه کسانی که سبک زندگی سالم را انتخاب می کنند حتما از دستبند مغناطیسی استفاده می کنند. تلفن سفارش 818-884-7018. جهت دریافت کارت اشتراک در دهمین جشنواره هنری تلویزیون آریانا با شماره های زیل به تماس شوید. افغانستان مثبت 93 700 1500 92، هلند مثبت 31 622 36 86 22، دبی مثبت 97 150 408 72 45، جرمنی مثبت 49 176 70 45 54 81، ترکیه مثبت 90 531 601 2068، آمریکا مثبت 1 201 54 62 417. اونجو سوپرمارکت بیلشتتر اوپشتراسه 49 مقابل مسجد حضرت ابراهیم خلیل الله علیه السلام، امروزه انواع و اقسام گوشت های حلال امرو با ماهی تازه. مواد گوشتی کنسرو شده، اقسام میوه ها و ترکاری های تازه، انواع نان های تازه، انواع و اقسام مواد غذایی افغانی، ایرانی، ترکی و سایر کشورها پاک و تنظیم شده، انتقال مواد غذایی به منازل تا 50 آیرو 20 کیلومتر. اونجو سوپرمارکت، سوپرمارکت بزرگ با پرسنل مجرب، با انواع و اقسام خوراکه ها در خدمت شماست. برنج های پامیر که از جمله قدیمی ترین برنج های بسمتی در اروپا می باشند، در 24 سال گذشته همیشه برنج ممتاز شناخته شده و با عین کیفیت عالی به شما عزیزان تقدیم گردیده. شرکت پامیر با عرضه بیشتر از 10 نوع از بهترین برنج های بسمتی آرزومند برآوردن خواسته های شما در انتخاب برنج دلخواهتان می باشد. مراکز توزیع برنج پامیر،
آلمان، هامبورگ، شرکت پامیر، دوسلدورف، شرکت ساعد، افغانستان، شرکت پامیر، نوآوران، هرات، کانادا، وانکوور، شرکت خیبر لیمیتد، انگلستان، شرکت پامیر، لندن. برای هر میدیم رگلر کافی از شما خامو آب جوش است. بله مثل همیش خودت میفهمی. Can I also have a small hot water please? هیچ چای با چای نازو نمی رسد. چای نازو، لذت در هر پیاله. موبل پلازا، مغازه موبل فروشی مدرن، بهترین کاوچ ها، میزهای زیبای تلویزیون و سالن، میزها و چوکی های مدرن طعام‌خوری را با قیمت های ارزان تقدیم می دهد. همچنان بهترین مبل ایتالیایی اتاق خواب بزرگسالان، مبل مکمل اتاق خواب کودکان، اضافه از 200 نوشید های ظریف کریستال، میز و چوکی با پوش ها برای رستوران ها و سالن های کلتوری را با بهترین کوالیتی تقدیم شما می دهد. و سایر اشیای مورد ضرورت منازل خیش را از مغازه مدرن موبل فروشی پلازا با قیمت‌های کاملا اقتصادی تهیه دارید. آدرس: موبل پلازا، هامبورگر اشتراسه شماره 167، شهر هامبورگ، جرمنی. گران دوستان و سلامونه و احترامونه بیا هم ستاسو په خدمت کې یو. البته نوې کال ده او بهار ده او خوشحالي ده او شادابي ده او د آغاز د پیل د دې کال ده. ما وغوښتل چې د سیاست په ترڅ کې چې د افغانستان په حالاتو سره غږیږو افغانان لږ زره خوشحالي هم ولري. یګان بار یک شخص ظریف یا خوشتبع گفته بعضی ها میگه بسیار صحتمند هم میباشم، خنده و یک خوشتبی برای خود از او هم صحت بار میاره و خوش و خرسند میسازیشه و هم ماحول خود و کسایی که در جواری از او قرار داره و با چی از علقی فامیل و چی بیرون از او یک خرسندی و خوشحالی به دیگاه هم میرسانه. یک آدم پر از غصه و عداوت و کینه و بدبختی های فکری و قلبی، او میگه بسیار یک کسی است که هم ضررش به خودش میرسه و هم دیگران را متضرر میسازه از اخلاق خود، از کردار و از جسچر و بیان و حرفا. و عرض کردیم که شخصی که با اخلاق خوب ملبس هست گفته بعضی ها، او یک ارزش است، یک توفی خداوندی است که برای بعضی ها بیشتر عطا فرموده و هم بهترین مثالش پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم بودن که خود قرآن میگه که حسن اخلاق به پیغمبر
عطا شده. در غیر از او مردم از اونا متشتت می شدن. دیگه بنان اگر پیروی قرآن و سنت و حدیث پیغمبر هستیم به اون ترتیب. خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم ظرافت های با اصحاب خود داشتن و هم سر متبسم بودن. هر وقت یک تبسم در دهن مبارکشان دیده می شد. بنان امون قوی جذبی را که خداوند برای این شخصیت برای زنده تاریخ سپرده بود ما میتونیم کپی کنیم. ما کپی لباس یک خرپول میکنیم و مقامات و چی میگه اقتدار و اینا ارگ یا مرگ خود میکشیم که برای ما بدبختی را بار میاره، لعنت را بار میاره. مگر از تو یک شخصیت برای زنده که او در طول تاریخ نظیر نداشته، بزرگوار از سنت و کردار و گفتاری از اونا نعمت است برای ما مردم. او را در ظاهر از سنت از اونا حرف میزنیم، از احادیث پیغمبر میگوییم، مگر هیچ با او نقش پای پیغمبر تعقیب نمیداریم. همه سمبولیک و اینا امومتن مغز اخلاق پیغمبر اظهار نمیشه، صرف لباس، ریش و حرفایی که سمبولیک و هیچ. خود پیغمبر شاید امورا یک نفر را اگر ببینه که بابا نه، ما خود تنها مسئله محاسن ما نبوده یا لباس ما نبوده، یا یکی با سه انگشت غذا میخورد نوشجان میکردن و تناول میکردن، او را تعقیب میداره که گویا یا فرزند بالای دو زانو مینشینه. نمیدانم که وقتی روایت از کجا اونمو چیزای شکلی را تعقیب میداره. وقتی باز در میدان صداقت و راستگاری و قرار میگیرن، غصب مال میکنن، دروغ میگن، منافقت میکنن، آدم میکشن که پیغمبر او را مردود دانسته و لعنت کرده به همین منافقین و به همین کسایی که از دریچه اسلام یقینا برای خود به سود خود کار میکردن. به هر حال همینطور است. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. بله خوب هستین؟ شما خوب است؟ خوب بفرمایید. الو مشنام بشن بفرمایید. مهربان هستین، بفرمایید. بخیر باشین. من میخواستم یک چند گفتنی دارم و می برادر که پیشتر زنگ زد درباره طالب و سال نو گپ زد، درست؟ واو گپ زدم تو چیزا گفت. بله بفرمایید. الو مشنام. اوکی مشنوی خو گپ بزن آقا جان. خو سال نو در اسلام هیچ جای ندارد. تجلیل کردن از سال نو حرام است. کسی که میگه که سال نو حلال است مفکوره طالبی ندارین. طالب در افغانستان به یک عیس یک مسلمان، کس طالب را نمیشناسه، طالب اسلام را نمیفهم، یعنی چی اسلام. و دیگه چیزی که قرآن گفته و حدیث، ما به این دو چیز پابند هستیم، نه در قرآن سال نو آمده و نه در حدیث. در حدیث هم نامده، در قرآن هم نامده، بسیاری چیزای دیگه هم نامده بیادر در قرآن و حدیث. دیگه شما و کارهای خوب خوبه نکنین که چون در حدیث نبوده یا در قرآن نیافتین. خود الله چی بگویم تو را؟ چند سال هستی خودت؟ من 27 سال هستم. آقا جان یک دفعه گوش بگی. در 27 سال اول 14-15 سالت خودت طفولیت تیر شد. بعد از او تا این طرف شور بخود افغانستان و جنگ و جدل بود. امید دین هم از کسایی که با تعصب با بدبینی امورا که گفتم که در شعار و در سر استیج چیزی میگن و در اعمال خود چیزی برای دیگاه چیزی نسخه میکنن و برای خود چیزی را پیروی از امونا هم نباشه. خود پیغمبر حضرت عمر رضی الله عنه یکی را فرستاد به حیث والی در یک منطقه که امور او ولایت با پیش ببره. باز وقتی میرفت برای از او گفت که حکم خدا با چی عیار بسازم؟ گفت با قرآن. میگه اگه در قرآن نبود حدیث و سنت، باز اگه او میگه اگه نبود با چی کنم، با کدام؟ باز گفت والا اطور که اجماع مسلمان ها را جمع کن، اونا هر فتوایی که دادن. گفت اگه اجماع مسلمان ها هم موجود نشد با چی کنم؟ گفت باز به عقلت مراجعه کو. همی عقل خودت آخرین منبعی که خداوند بر انسان ارزانی کرده، حرماتی که شما اگر بگوین که همی زمستان بسیار خوب است،
یا تابستان بسیار خوب است، یا اول بهار بسیار خوب است، یا همین گلا که از طریق همین خود خلقت خداوند، خداوند انسان میشناسه و خود قرآن میگه که شما به شتر ببینین که دهنش بسیار نرم است، خار میخوره و امو خوراک از امو به امو دهن نرم خود. یک مثال میته بر انسان، علی همین گلهایی که در اینجا در پرده تلویزیون شما میبینین، یا ما همین آدمی را که ما میبینیم از موی ما گرفته تا بروت و تا اینا، ما خلقت خداوند هستم، ما به خداوند مرا نزدیک میسازه همین طبیعت. اگه ایره ما خوش باشم، در مورز لذت ببرم، خود طبیعت بر انسان، همین خود خدا میگه که شما را ما تولد میسازم، باز به ثمر میرسانم، باز به کهولت میرسین، باز عادت طفلی را میگیرین، باز میمیرین، باز او را مثال میده که مثل که سبزجات و سغل و اینا میروی از زمین میرویانیم، باز به ثمر میرسانیم، باز کاه واره میبینیم که زرد میشه، شما هم همینطور میشین. بعضی چیزای قرآن ولی یک نمولا مولا گفته و باز خودتا مولا تو دیوار ایسه من مشکل ندارم. چی را مشکل دارم؟ تربیت خداوند هر چیز را که خداوند هست کده بر بشر از استفاده. آیا آفرین منظور ما عزیز منظور ما بر روز خاص مثال سال افت میوه جور میکنن درست است؟ امور خیر است ما روز اول جور نکنن یک مبادش میتونن ولی یک نفر در روز اول جور کرد یا دوم یک میوه را گرفت دعوا انداختی کجایش زده اسلام است؟ اگر امو میوه را با پول دوزی گرفته باشه امو میوه را با میوه را سعید زمی یک روز گام مردم سمنک امو را میتونه خیر از یک ما بودش همی کارا بکنه. حالی اگر نکرد حالی اگر نکرد چی گناه داره؟ اگر نکرد، اگر آمد این میادم در یک روز معین کلگی تجلیل کرد کلگی در ایران. دوست ما آقای فرزاد جان امروز میگه ما ده روز بیادر خانه یکی دیگه میریم خوشحالی میکنیم، یک کشور اسلامی هست. دامیال اگر در عرصه کشورهای جهانی ببینین همی حکومت اسلامی ایران تقریبا 35 ساله 36 ساله شد، زمین و زمان هم خود هستی از اینا با اسلام استوار است. میگه ما ده روز خانه یک دیگه میریم و میریم سبز بدر هفت سین اینا دارن دیگه. خب یک روز خو یک آخون نرفت یک نفر نکشت که شما چرا ما هفت سین دارین؟ اونو معنانی شان است، او خلاف اسلام نیست. اگه نیم چیزی که کتابای دینی بود بیادر از ایران می آمد، از علی شریعتی و از دیگه و دیگه سای بلامای بسیار ورزیده دارن ایران. ما مو اخوانیت در افغانستان در اونجا بودم، نطفه گذاری از او از کتابای ایرانی شد. اکثر همین کتابای ایرانی را اینا مطالعه میکردن، اسلام از ایران ما میاموختیم. در افغانستان خو یک جز یک چند تا مولای کنه پیخی که پنج کتاب و قدری مدری را خوانده بود دیگه چیز را یاد نداشتن. اونمو دمی یک چی میگه مهد زادگاه علمای دینی ایران بوده. این مسئله شیعه و تعصب بردارین، مگر اگر یک چیز بدعت باشه زدی یا چی باشه فکر نه، یکان دفعه احتیاط هم کو با امرای جوان با چستی قربانی شما این چیزا را من مشکل به اون ندارم. وقتی که تو علما را در افغانستان کونه پیخ میگی و نمیفهم بخیر تو کی را علما میگی کی را نمیگی؟ علما خو امور علما میگیم که حد اقل عقل دارن، منطق دارن، دانش دارن، منطق دارن، عقل دارن، کل چیزا میفهمند. می افغانستان ما نه نمیفهمن نمی یا در تعلیم نمیفهمن یا در عمل هم پیاده نمیکنه. کدام عالم دین در افغانستان عملا یک شخصی بسیار نیکویی بوده؟ اگر یک نفر خودش بیان میداره و حدیث میگه و قرآن میگه، اول خو خودت هیچ باید تشویش دین در افغانستان نداشته باشی. خی علما باید بیشتر تشویش داشته باشه. همیل باید سیاف و حضرت و دیگه و دیگه کلگی صاحب میرفتن مظاهره میکردن که این جنده سخیره در کابل هم بالا نکنین، در مزار شریف هم. و از خودت که یعنی خودت از اونا که عالم تر هستی؟ نه خیر، من نمیگم از اونا که عالم تر هستم، اما اونا میگن وقتی که کوکی ما خود ندیدم. ما میال خو آمد سر طالب حمله میکنه بالا این و آن، ما خو سیاف هم امروز ندیدم که بگوی که این جنده سخی جان که بالا کردین یه حرام است و کشمش چی میگفت میوه را اگه خوردین یا حرام است و روز اول سال هم تجلیل نکنین. علی ای در کجاش هست؟ یک کمکی احتیاط کن جوان بچه هستی قربان شم، تو باید دمی جهان فعلی خود عیار بسازی، بعضی چیزا را ببینی که حرام نیست. علی حرمت عزیز در قرآن اگر تجلیل نیامده مگر حرمتش هم نامده؟ علی در قرآن کدام وقتی گفته که شما از طبیعت لذت نبرین، از گل لذت نبرین؟ در یک روز معین اگر خوش بود طبیعت ندارم چیزی که در خودت کلید گنگس است چی بگویم؟
بعضی اینمی مرغشان یک لیم داره. ولی اینمی جه برادر اگر در قرآن نیامده که اول سال تجلیل نکنین، مگر همی هم نامده که در بعضی روزهایی که شما خرسند استین یا اول بهار است یا اول خزان است یا اول نمیدانو تابستان است شما خرسند بودین و او پیغمبر صلی الله علیه و آله آمدن گفت منافقین میگن که پیغمبر اینی حدیث گفته تو چیزها را فرموده تو رو این را شما گفتین بس پیغمبر صلی الله علیه و آله گفت که من یک فرموله به دستتان میتونم گفت چی است گفت همون حدیث بگیرین اگه با قرآن مطابقت کرد یعنی ضد قرآن نبود در اونجا حرام نبود و اگه حدیث امام نبود امور را بپذیرین نقصش چی است یک کاری نیک یک کاری خیر اگر امام نگفته بودم امون درست است خود پیغمبر صلی الله علیه و آله فرموده یک حدیث در این رابطه آمده و باز عقل چی میگه برد که اگر من اول بهار است من بسیار خوش هستم در خانه خود ترانه میخوانم و صاحب ساز بلند گرفتیم و میرم صاحب گلای اینم اینجا من یک جای دارم در کالیفرنیا یک دشت است در اونجا خانگک من دارم یکان بار میرم و اونجا یک چند تا کبوتر دارم و صاحب همین زندگی بدوی اطراف افغانستان گفتم افغانستان اگر رفتن نمیتونم خود در اینجا زندگی اطرافی افغانستان بیا اختیار کو بازم دشت من میگردم چکر میزنم و چرتای زندگی خودم میزنم شما هم دشت اگه حالی بیاین به نام لنکستر یک جای از پام دیل یک رقم گلای زرد است به نام کالیفرنیا پاپیز میگیش امی کل زمین و زمان امی در کوها و تپه ها سب زرد سرخ سب که بنفش تو ایران من میمونم اونجا ما استاد میشیم که یا خدا این دیزاین خود تیر دیگه هیچ کس کپی کرده نمیتونه اما هوای بهاری برای آدم لذت میرسونه بیشتر آدم خرسند میشه خوشحال میشه اگه من اینجا میدیدم که والله برادر کلش ضد قرآن است قرآن ما برادر تا جایی که ما ترجمه شد پشتو و فارسی خواندیم ما تو یک جای نیافتم که اگه شما در یک روز معین خوش بودین از یک هوا بسیار لذت اگر او مسائل دینی که یک زردشت آمده و از آتش خیز زده و که چطور شده ویره صاحب اول خواهیمی ملایچ نمیفهمه همی تاریخ چی باها را میگه یما پاچا را میگن و پاچاهای وقت میگن میگن دمی روز برامدن و دیقانی و خوشحالی و آغاز سال و آغاز تخمکاری و صاحب حاصلات و اینا داشتن و صاحب باز ترانه میخواندن و دیگه و دیگه دمی خود تاریخ گذشته افغانستان و همین منطقه معمول بود تا خود سرحدات افغانستان تا نمیدانم ماورا و نهر و که اینجا اونجا ای افغانستان آیسته آیسته کوچک شده رفته ایتنا دیورند و میورند صاحب قلمقال انداختیم ای افغانستان بزرگ ساحی از این دو سه برابر بود او وقت او شاهانی او وقت ولی آیسته آیسته ای قطعات جدا شده و دنیا در حال تحول و نمیفهم گپ نمیفهم چرا قدر زیاد بله سلام علیکم جناب خلاف صاحب برادر محترم السلام علیکم و رحمت الله و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته سال نو خدمت شما تبریک میگم خدمت بیننده های عزیز و علیکم السلام خدمت تمام ملت افغانستان خدا همگی ما شما رو بصحت داشته باشه اگر بلند تانستین یا کمکی صحبت کردین خوب است صاحب سال نو برتان تبریک میگم همگی مردم افغانستان و شما مبارک باشید های عزیز و خداوند همگی ما شما را با صحت داشته باشه و شما را با پروگرام خوب همیشه سرسلامت داشته باشه خداوند من درباره ژورنالیست میگفتم وظیفه ژورنالیست این است که حقایق را به طور شاید و باید برای مردم بدون ترس و بزدلی انعکاس بدهد و حقیقتا وظیفه انسان را شریف نمی سازد بلکه انسان است که با خدمت و شرافت خود وظیفه را شریف می سازد. آفرین. و شما با وظیفه ژورنالیستی که بدون کدام اغراض و منافع شخصی موقف شرافتمندانه دارید و افکار بیننده ها را تنظیم می کنید و در راه ترویج عدالت‌گرایی و حقوق مردم افغانستان خدمت می کنید حقیقتا که شما در راه اسلام خدمت می کنید. تشکر والا و ایک جورنالیست مثل یک طفل و طفلی که رای خود گم کرده باشه یک دفعه طرف
وحید الله کشکلا بره و یک روز به یک مفکوره باشه و روز دیگه به مفکوره دیگه باشه. او مثل امو یک طفل میمانه که رای خود گم کرده باشه و یا ایست که مثال بگویه که موضوع ای که در افغانستان کی سر قدرت نه ای موضوع ذوقی و سلیقه‌ای نیست. هر کسی که هر جرمی کرده در گذشته، هر جنایتی که کرده، اگر افغانستان از این حالتش نجات داره میتونه بیایه. این یک افکار بسیار طفلانه است. هیچ وقت آدم بزه باغوان مقرر نمی کنه. بزه اگر آدم باغوان مقرر کنه خود غم میخوره و غم نداری بس بخواه خرابی میکنه. بله. و پشکل مندازه دیگه. اون نفر که به این عقیده است بدن اون پشکل خوش داره. یک دیوانه بود در کابل در طرف های دیمازنگ، یه همراه چوب به می سرگین گو و خریار چوبک میزد. دیره باز پرسان میکردن کلگی همی طفلا و یا او را فامیده بودن که چی میگه و میگفتن چی میکنی؟ میگفت طلا میبالم. دیگه این آدم هم دمو سرگین و اصلا طلا میباله دیگه و در نتیجه نه کدام خدمت به خود میکنه و نه کدام خدمت به مردم. همه قدر صحبت خودمت هم اینجا تمام میکنه. بسیار زیاد تشکر از لطفتان شمرده. بسیار مقبول صحبت کردین. از زبان بعضی ها تمجید هم کیف داره و بعضی ها تعریف و مده از اونا هم جایی نمیفته. چی میگه؟ مرد نمیرد به مرگ، مرگ از اونا هم جست. ما هم زهری خواندن بسیار خوبی کرده. یکان بار آدم همون مرگ آدم از زندگی بعضی ها بهتر میباشه. یه روز مصاحبه مولا ضعیف هم اتفاقا اینجا بعضی چیزها رو میدیدم و آمد دارم اونجا. وقتی شما یک مصاحبه را میخواییم بشنوین، این مصاحبات مربوطی از او هم دارم اونجا در یوتیوب میایم. مولا ضعیف پرسید یک آدم جولیده بیچاره نظربند در کابل، یک وقتی سفیر طالبان در اسلام آباد، با او یکی از امی اشخاص تلویزیون شمشاد نشسته بود مصاحبه میکرد. او را گفت که ای طالبا با هم انشعاب کردن و در جنگ و مجادله قرار دارن. ببینه او طالبا همه تو راستن جنگ هم میکنن، باز در نهایت طالب هستن. گفت چطور؟ میگه نه، اول مستم مرا اینجا سفیرم بودم، همه طالب بودم، باز مرا در گوانتانامو روان کردن، بازم طالب هستم. حالی در کابل نظربند هستم، همه تاپی طالبی، همه طالب خدا هستم. اگر من بمرم هم طالب میمرم. من هیچ وقت تغییر نمی کنم. من مفکوری ما که هست می بینم که با یک اصول پابند هستم، مرا کسی یک چیز دیگه ساخته نمی تانه و او را می فهمم که رای راست است و رای درست است و را متعقیب می دارم. من تو نیستم که یک روز یک چیز باشم، یک روز یک چیز دیگه باشم. و طالب ها همه وقتی دیدیم که یک طالب پخته در درون ما بود و اگر مصلحتی هم جدا شده، باز هم مفکوری طالبیش داره و تا آخر طالب میمانه. و بسیار جالب بود. یکان بار میبینیم که همین اعضاب و گروه های دینی که آمدن و زانو زدن و در زیر شیردهن قوای اشغال خود انداختن و سر نه دین است و نه آیین است و نه دیگه است و سر هر دولی وازدن و در حال رقص استن. کدام حزب دینی را شما میدانیم که از همین القد دور مانده باشه؟ هر کدام آمدن صاحب دمی شیر یا پستان گاوی شیری امریکا و ناتو خود انداختن، صاحب همونجا زیر نظر از و حتی اینا نمیپذیرن. اونا دیلا و تنبه دارن و صاحب که بلی از خدا ما رو بپذیرین که ما کمک میکنیم، همکاری میکنیم دیگه. مگر اینا نزد پاکستان میره که لطفا طالب بیار که بمرای ما بینیشینه و از جنگ دست بسر شو. و طالب نمیه، میگه برندستان خلاص. مرا اگه پاکستان بیاره، باز مرا میگین که پاکستانی بود و پاکستان آوردین. آره، ما به امرای بادارایتان گپ میزنین، بره بادارایتان رو بیارین. در غیر از او من یک جان دارم قربان میکنم برای این وطن، این را و ختم و نصب العین ما است. ایرا اگر یک نفر انتباه از ایرا میبره که ما از طالب دفاع میکنیم، نه او تو نیست. ما پرنسیپای هر یکی را میگذاریم و چه واقعیت های افغانستان است برین با چشم سر خودتان ببینین. گاه در آغوش این، گاه در آغوش آن که میگنم اونطور. در کجاست دین اسلام؟
شما یک هفت میاره میگین که حرام است؟ آیا آنچه اینجا یک سرمی احزاب و تنظیمه اسلامی و ملاهای مصلحتی و مشخور و شورای علمای دینی و که سیاف خان و که گلبدین خان و که نمیدانم کریم خان خلیلی و که و کلگی ملاستن و برادر از خودت کده بیادر خودت 27 ساله استی و سه برابری تو عمر داره هر کدامی ازی امی حضرت صاحب نزدیک 100 ساله شوه و بیشترین تعلیم یافته ترین از اونم به خیلی ما چند نفری ما هستن اون صاحب قار کرد از افغانستان که اگه ای تعهد امضا نکنین وطن نفروشین قوالیش نتین ما بیادر قار میکنم میبرایم میرم از وطن اعلامیتون و آمده کرزه یعنی یک برده نمیخواست قرارداد امضا کنه یک عالم دین غصه کرد و وطن ترک کرد که چرا این برده قرارداد امضا نمیکنه یعنی و غلام از این عالم دین کده بهتر بود باز خودت غم هفت میوارم میخوری او صاحب که اول بهار حرام است و دوم بهار حلال است بسیار جالب هست یکان بار شما این دین ها یکقدر لطه کونه ساختین هر چیز که دلتان شد پاک میکنین سر از این دین که او دین باز بسیار زیباست احساسات شخصی و تعصباتی و که علا فلانی ملا گفت نمانیش اگر قضاوت به ایمانوال باشه یعنی می آدم اگر در افغانستان باشه یک نفر ببینه و توفنگ هم داده استیزی و میزنه قتل میکنه و قتل بدترین گناه است در دین اسلام قتل نفس که چرا رفت میواد درست کده و بزنین الله و اکبر غازی میشه بله سلام علیکم بله بله سلام علیکم برادر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته چیال دارین سبا جان سال نو تبریک گفتیم دیروز مگر بازم بر سال نو برتان مبارک باشه زنده باشین سال نو بر شما و بر فامیلتان تبریک میگم و بر کل وطن دارای روشن فکر خود تبریک میگم اما ما سخنای برادرها رو شنیدم برادری که میگه که سال نو امروز باور کنیم که کدام چیز در افغانستان حلال است که سال نو حرام میگن اینا اولش برین شما از خود عبدالله پرسان کنید که چهار تا زن داره و هر چهار زن خود در دبی قصر گرفته و هر کدامش علایده امروز مردم ما به چی حالت غریبی فقر زندگی میکنه که فوج غریبای بیچاره از روی مجبوریت وطن ترک دادن رفتن به در غرق شدن از بین رفتن اونا را توجه ندارن دی چیزا همش حلال است امروز امی که شما در پشت سر از آنی منظری که هست باور کنین امی که دل مردم یک بر رویات انسان امی منظره چقدر خوشایند است و امی سال نو مبارک که نشته کردین چقدر خوشایند است این قدر فرزن اینا فکر نمی کنن ما بسیار خوشحال هستیم شما یک مسلمان روشن فکر هستین و همیشه پروگرام شما را ما میبینیم بسیار خوب است شما باور کنین هیچ همی تفرقه اندازی ها چی ندارین برازی که شما دری صحبت میکنین صاف دری صحبت میکنین فکر آدم میکنه که هیچ شما بخی دری زبان هستین اگر پشتو صحبت میکنن مردم فکر میکنن که شما بالکل یک دری نمیفهمین یعنی اینقدر آدم به این قسم الفاظ شما خوش میشه و چی و بعضی میگن که حرام است آخرین پیغمبر ما پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم بود چرا در این سابقه این گپ زده نشده که سال نو و این جنده بالا میشه و حرام است و سال نو این پسان خود کدام پیغمبر دیگر خداوند نازل نکرده شما چرا اینقدر باور کنین برادر محترم که اینا اینقدر سخت گرفتن دین اسلام هم که آدم متاثر میشن که فوج مردم باور کنین مسلمان ها به عیسوی رفتن به دین بله، عیسوی بله، بله. که آدم رنج میبره بله. پس برادرهای محترم یک ذره متوجه باشین امی خودش امی که وصل خداوند قط سلیره همه گناه دانسته اینال یک نفر که مثلا چندین نفر جنگی میباشن اینمی سال نو ایده ها اما که یک واسطه میشه دو دوست به هم آشتی میکنن میگم بریم که سال نو است بریم نالک آشتی کنین روز خوشی است اینمی خوشی ها
و این نمی که یک مردم که دیگه کس آشتی میکنن و دلها خوش میشن، خودش یک عبادت است و خود یک خوشیست. نه ای که ایره سلاز زیاد وقت شما را نمیگیرم، از شما میشنوام. بله بله، نفسم در پروگرام تا معقول فرمودیم. بله بله بله، بسیار معقول فرمودیم، بسیار معقول فرمودیم. خب اول خو از لحاظ دینی، علم دین در اجتماع ما بسیار کم است و کسایی که خود دیندار هم میگن علم دین بسیار ابتدایی را، یک چند آیت و حدیث عربی شد در اینجا هم حفظ کردن و یک دفعه شروع میکنه به عربی و که گویا اگر عربی گفت تو سه باز بسیار استناد قوی دارن و باز منطقش میبینی که بسیار ضعیف است. یعنی کسایی که از دین دفاع میکنن اگر دین ندانن اثر معکوس داره، مردم از دین رانده میشه. اگر یک شخص در اعمال خود، در کردار خود، در گفتار خود، در لباس خود دیندار نبود، بازو هم اثر معکوس داره، گفتاری از او هیچ وزن نداره. یعنی بسیار حساس است. اگر شما میخواین در مسند تشریح دین یا تبلیغ از دین مینشینین، کوشش کنین که ضرر تبلیغ شما به این حد نرسه که مردم جایی که به دین فاصله جذب شوه و دعوت شوند فاصله بگیرین. خود برای پیغمبر عرض کردم بارها که حسن اخلاق برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم خداوند داد، حتی قلب باز کردم بطن پیغمبر در وقت طفل بودن پاک کاری کرد و اینا. من نمیدانم که او از لحاظ جسمی یک وقتی 1000 سال بعد شاید پیدا شوه که یقینا امو قلب یک نفر یا بدن یک نفر از درون شسته شوه، پاکاری جسمی چی فایده داره. مگر همینطور بوده در عالم اسباب البته برای ما نشان میداده که حتی پیغمبر پاکاری کردن و یک سمبول برای انسانها تعیین شده. خود پیغمبر، یعنی خود پیغمبر میگفت که من اگه انسان استم رقم شما نان میخورم، او میخورم، مریض میشم، من نکدم تو به نوز بلا خدای هستم، ندواد من یک بندی بر حق خداوند و یک پیام آور یا پیغمبر خداوند هستم. از خداوند برای شما چی مرا میگه ما رو تطبیق میکنم با عیسی یک مثال براتون. پیغمبر هم انانی مردم قرض نمیگرفت، یا امو تا جایی که میدید که اگر راستی با عقیده یک دین تکر کنه یا خلاف عقیده در متن اسلام قرض بگیره، خب بازور هم نحوی تبلیغ باید که آهسته آهسته. اگر یک دفعه شروع کنین که آراموسو آراموسو نمانین شیر لط کنین و جنده را بالا کرد و او را صاحب کافر است و او را بدار بالا کنین، در حالی که باز میبینین فتوه رو کسی میته که اونا خود از اونا از دین باز بسیار فاصله داره. یعنی هزارها سال افغانستان یک دفعه یک چند تا طالب و ملابه آیسته آیسته تبلیغ کنین، اگر حرام است بگوین که به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، ای حرام است، حلالش اینی است. و اگر ببینین که او حرام نیست، به دین اسلام هیچ ضرری نمیرسانه و یک تفنن است یا خوشحالی است یا خرسندی است و طبیعت خداوند تجلیل میشه، خب باز او گناهی نداره، برین مطابقت بتین. باز ده 1000 سال هیچ ملای ده اونجا نبود، مفتی نبود. امی خود زیارت سخی جان شما برین اونجا، نعت شریف خوانده میشه، قرآن خوانده میشه، ذکر میشه. علمای دینی یقینا به زیارت پیغمبر پسر عموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضرت علی کرم الله وجهه جوقه جو قمیرن. خب ما هم بچی عمو شهر و دیار هستم، خودم به زیارت رفتیم. مگر ما که اونجا رفتیم خودتو نکردیم که یا حضرت علی بر ما پیسه بتیو که دارایی بتیو. اونجا نشستیم یک قرآن خواندیم و یک دعای کردیم. یک خانم پیری که از نه از دین خبر داره و نه از دنیا و از این چیز، او به امو عقیده امو آمده، او رو خدا میبینه. امو خواهم در منزل حضرت ابراهیم علیه السلام میگه بسیار یک شخصی سخاوتمند بودن، وقتی بالای غذا می نشستن هیچ تنها نمیخواستن غذا بخورن، میره یک مسافر را پیدا میکرد تا بیای و بمرای از اونا هم کاسه شود. یک روز هیچ کسی را پیدا نکرد، دیدی اگر نفر از راه تیر میشه گو بیادر بیاد زود که نان تیار است. و هم گفت والا ما خوب بسیار گرسنه استم، خیر ببینی هر کسی که هستی. آمد بالای همون سفره از اون نشست و دست خود طرف کاسه پیش کرد. حضرت ابراهیم علیه السلام ازش پرسان کرد که خودت آیا به خدای برحق یگانه که ما عقیده دارم خودت هم عقیده مند است؟ گفت نه، ما خود یکی از این بت پرستاستم و همین چیزی که خودت عقیده مند است نیستم.
از حضرت ابراهیم علیه السلام گفت که برو بیادر که ترکیه است برای از خانیم. تو به خدای ما عقیده ندارید که یک بادم بود پرست ما چرا نان به تو ماهو بود. میگه امور همه تو لب گرسنه از خانه خود بیرون کرد و داستان است. اگر واقعیت داره یا ندارم اگر از لحاظ منطقی یک مثال خوب شده میتونه برای وضع ما مردم. برآمد میگه رفت تو صاحب اینجا وحی خداوند یاد الهام آمد برش که یا ابراهیم و کسی را که تا این دم ما نان و آب دادیم بود این دم برش میرسانم قد بود پرستاست دیگه جهان همی از اونا مخلوق که ماست من نان و آبش میرسانم خودت یک لقمه نان برای یک مسافر دادن نتانستی که مرا نمیشناسه اگه او مرا نمیشناسه ما خود میشناسم میشه مخلوق که ماست سلول سلول بدنش ما میشناسم بده و بیاریش که اگه نی از دوستی ما شما گدوت میشه سب باز از لطف ابراهیم علیه السلام سراسیما بده و بده و تا که او شخص میگه پیدا کرد و دوباره آورد و از وفا خواست یکان بار او کسایی که نادانسته بعضی چیزایی میکنه او را شما غرض نگیرین خداوند کارش میدانه ای کسایی که عالم از آدم میکشه یا کسایی که عالم از چور میکنن چپاول میکنن قبضه حکومت میکنن دروغ میگن منافقت میکنن اخوانی میشن باز دوزی میکنن پرچمی میشن دوزی میکنن افغان ملتی میشه دوزی میکنن ستمی میشن دوزی میکنن این معلم و دکتر و ماستر و تکنوکرات و سکلر رو که نمیدانم این امی مجموعه شیعه و سنی و اینا که رفتن و میلگیرای یکی در چور و چپاول او را خداوند میبخشه یک نفری که هفت میواره در اول روز بهار خورد و واجب القتل میشه نمیدانم این چی و حکمی هست به هر حال برمیگردیم بعد از اعلانات انشاءالله امروزه کشور ژاپن حرف اول را در تکنولوژی پیشرفته میزند این بار با پی بردن به انرژی گردنبند کوانتوم که برگرفته از مواد مذاب آتشفشانی است زندگی انسانها را دگرگون میسازند دیگر از احساس خستگی، کمبود انرژی، بی‌حوصلگی و کلافگی ممتد رنج نبرید. جواب سوال شما را این بار تکنولوژی می‌دهد. گردنبند کوانتوم. با استفاده از گردنبند زیبای کوانتوم از خود و خانواده خود محافظت کنید. صحت و سلامتی را به زندگی خود بازگردانید، از درد و رنج و استرس آزاد شوید. شاخص‌ترین موارد استفاده گردنبند کوانتوم التیام درد روماتیسم و آرتروز تقویت جهاز هاضمه از بین بردن تورم دست و پا و انگشتان تقویت گردش خون تقویت سیستم ایمنی بدن جلوگیری از پیری زودرس افزایش انرژی ایجاد تعادل بدنی و روانی حفاظت از دی ان ای تمرکز حواس و تقویت حافظه با این گردنبند شما دو کار را انجام می دهید پیشگیری و معالجه گردنبند کوانتوم برای سلامتی جسم و روح شما ساخته شده است. زیبا، با دوام، قابل استفاده برای آقایان و خانم‌ها در همه سنین. برای سفارش گردنبند کوانتوم هرچه سریع‌تر با شماره تلفن 818-884-7018 تماس بگیرید. نوروز 2014 نوروز 2015 شیرزاد انترتینمنت یک بار دیگر تقدیم میکند سومین میله سالانه نوروز مخصوص خانم ها در شهر تورنتو شب با شکوه و فراموش ناشدنی با درخشش ستارگان محبوب کشور سلطان خنده سلمه آرا یعنی را جروم بکنم که امید بتازم کاسدم وارو چاهو کلوله دروازه را باز کدم در آمدم ستاسو ده زلونو سندرغاره میرمن نغمه سر پورم نکره ده زلان خوبا زره زره یم ده مین توبا پورم نکره هنرمند دلها عبید جوینده آینه روی دیوانا Ba-ba-ba-ba
رسیدم. تاریخ 25 مارچ در سالن پیرسن کنونشن سنتر. تکت ها را از سایر مغازه های افغان ها و یا از وبسایت شیرزاد.com به دست آورید. شماره تماس 416-274-7777. تبلیغات Creative Vision Studios. ما 10 سالگی آرتل موبایل را جشن میگیریم و تحفه های هم برای شما در نظر گرفته شده است. برای هر شارژ حداقل 20 اورو الا 31 می برای تجسس در اینترنت صحبت تلفنی باز هم 10 اورو هدیه میگیرید. ما به زبان خودتان صحبت میکنیم. آرتل موبایل از 10 سال به این سو. شرکت عمده و پرچون فروشی ابراهیم نظام، بیل شتراسه 197 شهر آمبور. وارد کننده بهترین برنج های بسمتی و سیلت تولید این به نام های منچو، نظام، چتنی، هنا، خالد، سلا با کیفیت اعلی، معطر، با دانه های بلند، مطابق سلیقه آشپز خانه های افغانی و ایرانی در خدمت شماست. همچنان شرکت آی پی این بهترین مسالجات ایندی را از کمپانی تی آر اس لندن مستقیما وارد نموده و در دست شما مشتریان عزیز قرار می دهد. علاوه بر آن شای سبز اعلای نظام را از این شرکت به دست آورید. شما در بدل خرید هر بوجی برنج 2 قوطی مساله را طور رایگان به دست می آورید. شرکت آی پی این عمده و پرچین فروشی ابراهیم نظام در بیل شتراسه 197 شهر هامبورگ در خدمت شماست. They are literally starving. You've seen the images. Syrian children, elders, strong and healthy just a few years ago, and now eating leaves and dying of hunger in besieged areas. Islamic Relief USA has a goal to help. $1 million. Will you join us? با نوشیدن یک پیاله چای الکریم، بهترین چای با عطر افزون کننده و طعم آرام بخش، روزتان را آغاز نمایید. چای الکریم در بهترین منطقه‌ای که 2000 متر از سطح بحر بلند است کشت می شود. برنج الکریم، برنج عمران، برنج القصر الکریم. برترین برنج ها با طعم فراموش ناشدنی و عطر خوشایند از صادرات کشورهای هندوستان و پاکستان. برنج های دوست داشتنی خانواده های افغان و ایرانی. این برنج ها را به طور عمده و پرچون از شرکت تجارتی الکریم در شهر هامبورگ و خوراک فروشی های افغانی در اروپا، امریکا، کانادا و امارات متحده عربی به دست بیاورید. برای معلومات بیشتر لطفاً با شماره تلفن 0049-40-38-63-43-60 وارد تماس گردید. گران دوستان و سلامونه و احترامونه به هم استاسو خدمت کیو دا آخر بخش دیده پروگرام دا لطفاً رازی مختصر بسر غگیگو دلائل بسر وایو پا سلاسی نبا دلائل بیانو دا چوک چی واری و چو وی و استناد و دلیل باید سر موجود وی چو تنداز غگی دل هم خندی و صرف و چا پلوی کول احساساتی هیچ کس نمیگه که دوغی ما ترش است و میگه مو
خارپشت گفته بود که برو یک چیزی بشار نرمی همی جهان پیدا کو برای ما بیار. و هر باری که او را میفرستاد بازم اون چوچگه که خود از بغل خود می آورد باز گفته بودی خو نرم نیست، میگه همی نرمترین برای ما همی است در همی کل جهان، چونی را بسیار دوست دارم. یکان باری طور نشوم احساسات شخصی ما یا انفسی ما باعث ازی شود که خوب و بد عمل را خوب ببینیم، قضاوت های ما انفسی شود انچه ما برداشت داریم، ولی ازی که هر انسان انچه را که خود از او دوست داره و خودش سود و منفعت داره در یک عرصه او را زیادتر تایید می داره، او را دوست می داشته باشه. و این مصائب فراوانی که آید حال ما مردم شده او هم همی تنظیم و تنظیم بازی سر یکی رهبر خود بسیار دوست داشت. اخوانی ها را همی برادرهای حزب اسلامی را که اینجا می دیدیم، یعنی گلبودین نزدیک بود سجده کنن، یا فرزن همی نفرهایی که پیروی احمد چای مسعود هستن خود تکه تکه می کنن و همون چادره که گلداری که احمد چای مسعود در همون دوران جنگ و جهاد و اینا می پوشید و او یک یونیفرمی از او شده بود و اونمو را در تن خود می کنن از اون لذت می برن. یا فرض کنین این دیگه کسایی که یکی مرا گفت یک وقتی گفت در دوران جهاد بودیم در پشاور، میگه همی کسایی که در تنظیم سید احمد گیلانی بودن و شخص روحانی، میگه یک قدری را دوست داشتن که حتی خاک امو تیر موتری از او را در چشم خود میمالیدن که این شفاست، به یه حد برای از او عقیده داشتن. باز یک روزی میگه در میان نماز دیگر و شام آذان داده شد و مردم هم استاد بودن و همه طرف مسجد می دویدن، میگه همینجا سید احمد گیلانی برآمد و به همراه موتروان خود در موتر شیشت یک طرف رفت. باز یکی گفت که رهبر خودت که دوست داری و خوب نماز ایلا داد، آذان داده شد، در موتر رفتی چطوری تو؟ گفت به اون پشتو برش گفته بود که دای خو شیطان نلری، موگه شیطان لگم، اینو هیچ شیطان نداره، خداوند روی تو منزه و پاکه، همون شیطان برای همه مخلوقات بشر فرستاده، مگر برای همی پیر گیلانی شیطان نفرستاده، یا تا بشر نیست. وقتی قضاوت ها طور عیار شوه که بنابر حب و بغض و چی میگه مفکوره شخصی عیار بسازه، بازین تو یک چیز از او درست میشه. مگر اگر به صورت یک کتاب باز آدم مطالعه کنه با اساس یک منطق بیان بداره، بازو کیف میکنه، از یک دیگر میاموزی. آدم کوشش نکنه که هر چیز بالای دیگر تحمیل بداره. یا فرض کنیم برداشت یک نفر از صحبت بسیار مختصر یک نفر اطور نشوه که آدم یک سره جانبداری از کسی میکنه. ما یک شخص افاقی هستم، بالای ایران، بالای پاکستان، بالای امریکا، خصوصا این ملک فرحت هستی کشور، یعنی دامن ازی باز است برای علما و دانش، اینقدر عالم و هنرمند و دانشمند که امریکا داره و قوه جاذبه داره، چون اینجا برش پرداخت میشه. یک نجار اینجا بسیار پولدار میشه نسبت به دیگه اکناف جهان. یک نفر عالم برش یعنی پرداخت برای از او، برای کاری از او در اینجا بیشتر است. یک دکتر اگر در افغانستان $1,000 معاش داره، در اینجا $20,000 میتونه پیداگری کنه و در کشور مسئون، صحت، آرامش و قانون زندگی میکنه. بیشتر چیزها رو برای مردم عرضه میداره. دیگه بنان بالای همین کشور هم بالای بعضی مشکلاتی که اینجا داریم ما انتقاد کردیم. دیگه این معنای از این نمیده که در اینجا ما کدام حبی دارم یا بغض خاصی شخصی دارم. آنچه ما میبینم و مشتوم و قضاوت خود ما در رابطه با وقایع و مسائل افغانستان است، او را ما بیان میدارم. بالای همین ملاحای افغانستان که ما انتقاد کردم، خب بعضی ها یقینا ما خودم زادگاه ما افغانستان بودم، ما در قرا و قصبات افغانستان بلد بودم. همین ملاحایی که در قریه و قصبات پنج وقت نماز میداد و همه دوری از او را حلقه میکردن در پنج وقت نماز، او جز امو ابتدایت دین چیز را عالمانه نمیدانستن. مگر طوری که اینا تشریح میکنن، میگن امو در جنریشنز گپ یا فاصله میان دو نسل و
دو سه ده نسل همتور هر یکی هم و این چیز از این ملا مخته بودن علم پدر و پسر و پدر کلان یکی بوده هیچ فاصله موجود نبود از لحاظ علمی از یک شخص از یک کتاب مخته بودن ولی جهان در اواخر خصوصا پیشرفته و تعالی و ساینس و چیزا پدیده های جدید در برابر اسلام بسیار چلنج ها موجود است که برای از او علمای بسیار متبهر کار است که او سوالات و مولا را که ازش بپرسید ترقص میگی کافر سیر بکشین چرا تو یک سوال حتی کرده یک پرسش و جواب خوبان که او پاسخ داده نمیتونه میگه که چرا می تو یک سوال کردی را بکشین دیگه اگر به او منوال باشه علم ابتدایی علمای ما او را مثال دادم و ای را عرض کردم که دیگه کشورها اگر ایران نگویم پاکستان هم همینطور بود اونجا اجتماع پیشرفته بود بیشتر کتب نوشته شده بیا در مصر همی اخوانیت از اونجا نشأت کرده حسن البنا بود و سید قطب بود و دیگه بود همی کتاب ها مردم اخوانی ساختن همینطور که کتب لینین و دیگه و دیگه مردم کمونیست و چپی و دیگه و دیگه ساخت اخوانیت هم یک ریشه داره که از یک جای نشأت میکنه و او مردم کتابی بودن همین مردمی که میگن روحانی و اخوانی فرقشان همی بود که مردم روحانیت همون چیزای به تعویض و تومار و دعا و یک در طول سالها یک رسوخ کسب کرده بودن اونا از اجداد اونا رو کورکورانه باعث یک محور روحانیت و دین میپذیرفتن و تعویض از او تومار از او شفا بخش بود برای کس مگر باز اخوانیت که بود و با علم و منطق و کتاب و عادیس و اینا استوار گپ می زدن دیگه به اول حاضمی خود بخش ملایی افغانستان عرض کردم به او حد نرسیده بود چون اول خود اجتماع به سواد بود یقینا شما می دانین که اجتماع افغانستان در وقت پادشاه معارف پرور ما و شما بیش از 85% به سواد داشتیم اندامی طول 40 سال سطح دانش یا معارف افغانستان دمو 5% و نهایت 10% رسیده در حالی که در بنگلادش و پاکستان و هندوستان و کشورها سطح دانش و خصوصا سواد در اونجا 75-80% بود زمین و زمان فرق داشت یا کشورهای هم جوار هم به منوان این حقایق تلخ افغانستان است که بعضی ها او را نمی پذیره قهرامیز باید حمله نکنیم بالا یک دیگر اگر می خواهیم در پای یک منطق و ارزیابی وقایع گذشته و موجود بینشینیم نمی بوده هدف ما او بود تو نبود که ما برای یک کسی برای یک کشور برای یک دین خاصی یک مذهب خاصی ما شعار بودم بوده خود نهاد و کرکتر ما نبوده بله سلام علیکم سلام سلام علیکم و علیکم سلام استاد خوی جوره پخلی مبارک شد ایتاد مبارک سی نوی کال دا زینی وی وی دا حرام دا ما وی نپیگم نه دا وش می زکم دا گش چی مبارک که می تلفونی که استاد سی جواب دیر معقول او دیر پزای بانی و دا خو بس لک تجربه غواری چی دیو چا دنیا لی دلی و سیگی و وقتی تیر کردی خانم سلطا چی پختن او کرلی و سا چه عمر دې څو دی نو مونږ ته سې اندازه ولګېدله چې بلکل په ځای جواب دې ورته ورکوو دا زمونږ د ملایان صاحبان چې دي د دوی مشکل همدغه دی او دوی مقصد هما دی که را لوی شوي تعلیمونه یې کړي نو دا کومې خبرې چې دا اول ځلې اوري دوی دپاره لږ داسې سخت دي نو مونږ به دا کوشش کوو چې دا خبرې بار بار وکړو چې مقصد دوی ته په ذهنیت کښې دا شی ورکړ شي چې وروره کوم شی دې د اسلام خلاف نه وي او کوم شی چې مقصد چا ته ضرر نه رسېږي د هغې کول داسې اسلام کښې ضرور نه دی چې مونږ وایو چې یاره دا کار دې ناروا وي دا باید حرام شي او دا شي او ډېره مننه همداسې ده خب البته د کتاب الله را خلاصوي خپله قرآن په متن کښې تفسیر هغې په هر عصر و زمان سره باید مطابقت وکړي ملایان همغه شی چې په هغې کښې دي شان نزول باندې نه پوهېږي دا چې دغه مطابق د عصر و زمان دلته ما دغه بحث د سود چې ده دا ډېر شدید خدای په قرآن کښې ویلي دي څوک چې سود خوري او سود ورکوي لکه خدای رسول سره چې توره را اخلي او جنګ کوي
د خدای سره جنگ کول لغنه بد نه نسته سه و یا څوک چې سود خوري نورې غونډې ګناهان یې جزا او هغه دي مګر دا لکه خدای رسول سره دوه هغه سره چې خدای ویلي چې د خدای او د رسول خبره ومنئ لکه دواړه معنی یي چون پیغمبر د خدای کلام خلکو ته په اعمالو کردارو کې تشریح کړی ده هغه عین شی د هغه لپاره او هغه وایي که تاسو سود خوری سود ورکوئ لکه خدای رسول سره په جنګ سئ مګر دا خو باید یو تشریح ولري چې دا سود معنی چی ده په کومو مواقعو کې ده کوم سود ولې ویل سوي دي بیا په کومه اجتماع کې آیا اسلامي اجتماع کې غیر اسلامي اجتماع کې همدلته دا ملایان په همدغه امریکا کې ژوند کوي کورونه هم لري سود هم ورکوي موټر هر یو خو نختې پیسې نه لري دا د بانک و بانکداري ملک ده همدغه اقتصاد په سود باندې چرخیږي بیرته پیسې راوړي بیا بیرته ارکي په امریکا کې پیسې خرڅیږي پیسې خو وسیله د داد و ستود ده مګر دلته خرڅیږي هر شی چې خرڅیږي پیسې هم خرڅیږي تا پیسې درکوي وایي دومره په میاشت کې دې قیمت ده د پیسو سود رایک ته ځې هلته تجارت پرې کوي بیا ته ډېر سود کوي ګټه اخلي بیا څه هغه ته ورکوي نورې ساتي دې ته باید ملایانو کینی یو فتوا ورکي یو مفتیګانی دانشمنده خلکي دا که د یو څوارلس کلن هلک په لاس کې ورکي یا ما په لاس کې راکي خو زه وایم څه قرآن ویلي دي هر چا چې سود وخوړ ورسه یې مړې کړي هغه وایي خدای څه توره یې راخیستې خدای پیغمبر سره څوک جنګ کوي یا خو ډېر خراب سړی ده راځه چې مړې یې کړو لکه سړي سره چې کوپانو هغه اول د جهاد کې و د مجاهدینو راګیر کړی و چې دا د تا د کمونیستي شناخته پاس ده د عکس دې هم ده وروره د دې حکومت هغه ټاپم پې ده نو ته واجب القتل یې موږ راغلي چې دا تاسې مړه کړو د کمونیستان هغه څه چیغې ورته کړي چې وسړی زه مسلمان یم او فامیل مې کور کې ده دا مې کوپون ده چې زه ما یو ډوډۍ اخلم په دې مجبور یم ژوند وکړم دلته هغه یې ورته ویلي خو مړې کوي که هغه رښتیا یې ویلي خو شهید کېږي جنت ته به لاړ شي او که دروغ یې ویلي مردار به شي نو قضاوت که دا رقم وي نو بیا نو نه پوهېږم وله بلې السلام علیکم سلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته یکی ببخشید به این مسئله چیز است نحوی امی محافل را که ما میگیریم نحویشون باید آدم مورد ارزیابی قرار بده حالا شما سعی کنید که در به اصطلاح در قبر حضرت علی کرم الله وجهه که اینجا حضرت علی هیچ وجود نداره وقتی که ساختن یک بیرق از بالا میکنن این سوکشکو و سوکشکو رستاد میکنن زنا و مردا گرد در پالش اوتلای که وجود داره شب تا صبح اونجا رقص و بازی و پایکوبی یعنی اینمی کدامش به اسلام ارتباط داره یکی دومی اگه ای یک محفل سال نو است سال نو است اید دیگه برن در یک باغ در یک دشت در یک جایی که گل و گلکاری است در اونجی چرا مردم نمیرن هر فامیل مثل که در پغمان اینجا میرن مردم میشنن سال نو است یا اول سال است یا آخر سال است خویی سه ماست نی چرا در اونجا ایر تجلیل نمی کنن که من در مزار شریف دیگه یکی در کابل در چیز در سخی یا در یک جای دیگه که کلشون بیرقا رو بالا میکنن و اکثریت نه که کل شویا علمایش کلشی رو تایید میکنن و اکثریت علمای اسلام که سرشان به تنشان میارزه و عالم هستن شما گفتین که عالم در افغانستان وجود نداره اما ما میایی که فتوا دادن به ضد از امی فسق و فساد اینیا عالم هستن کل شد یا مسئولیت خدا مسئولیت وجدانی و ایمانی خدا در مقابل ای که سبا وقتی که روز جزا میشه که باز بگن که ما گفتیم یاره و آبا گفتیم ما نکرند اینال اینمی مسئله را علمای بسیار مشهور ایران ترکیه افغانستان که کل از یا تنها نیست که تنها یا حدیث و قرآن میفهمن یا صحیح فاکولته خواندن صحیح درس خواندن کلشان میفهمن فتوا دادن که نمی کار حرام است و احادیثم از محمد صلی الله علیه وسلم وجود داره در قرآن گفته که شما در محافل لعب
شما شرکت نکنین، اینی و آیت سریان موجود داره. اینال ای از اون خاطر ای علما کلی گفته که رد است. یکی شما به خاطر از این که دین خوشبختانه افغان ها کلش دین داره، اما بدبختیش ایست که دینشان در دین اسلام سر نمیخوره. هرچی که همون اول خو شما چی کار هستین که یک پاره میزنین؟ من از خاطر از این که من خودت نمیدونم. نه یک دقیقه باش خو الان ما عرض ما رو گوش کنید، شما صحبت کنید. ما منظوری ما ایست که چی کاره که مسلک کاری شما، درس و تعلیم شما در چی هست؟ مسلک ما منطق است که گپ میشه. نه خاله عرض ما رو گوش کنید خاله، شما در چیزی گپ میزنین که در او علم ندارین؟ ما علم ندارم، من میشنوام. نه خاله صحیح کنید. نه اولا گپ خو گوش بگین. نه خو شما چیزی میگین که اگه عالم دین یک ملایک چیزی گفته او را کوت میکنین؟ قبول دارم. نه نه حالا خود شما قبول دارین، من ندارم میگم او عالم دین نیست، شما قبول دارین. حالا یک دفعه خونه اگر تو باشه خواهد تو علمای دینی اینجا شورای علما سب امی اشغالم تایید میداره، امی موجودیت اونا رم تایید نه خود سعی کو دیگه اوتور خوب باش. یه تو که اگه علما را خوش داری و یکی را نداری خوب باز غلط است. نه ما عالمه که چیزی که به حساب قرآن و سنت. آله خواه میرم میگم یک عالم خود درست عالم هست مگه تا او حدی که میدانه فتوا میته احساسه حدی که خودت قبول داری نمیدانه، از خاطر از اینکه خودت چیزی را که خودت اینه قار میشی. نه خود قار نشو، کسی که دین خودت تعیین کرده خودش باز جستیفیکیشن برش پیدا میکنه. نه یک دفعه گوش بگی اول خواه همی ابتدایات رو صاف کنیم که اول میگی علما گفته که می علما کی هستن که وارا یک دفعه ما بپذیریم که راستی اونا علما هستن و کردار عابد مولانا صبور یا چیز هست یا که هستن شیخ القرآن هستن. ولا خود درست هست، امی خود قرآن هم که هست قاری قار داره، مفسر کار داره، مفادات این یا خو میفهمن. و میارم ما میگم که تا جایی میفهمن که امو حد علم کردن، جایی که میفهمن که برای جایی را که میدانن. ما یک چیز برات بگویم، خودت که میگی منطقی گپ میزنی بهم، تا جایی که با دین تکر نکنه. آلی اگر اینجا می بود که یک بت می بود و صاحب کلگی میره به یک بت سجده میکرد، صاحب آتش پرستی می بود و زردشت بود و صاحب شعاری از او با مولسانی از واقع گفته می شد و مردم از آتش خیز می زدن و یک دین دیگه در درون اجتماع با وجود می آمد، او درست بود. حالا من می گم که قربانیت شما، خب یک نفر آمده که میگم یه اف میوه رو شما نخورین حرام است، اگه او را سادات هم بگوی هم رد می کنم، اگه خودت هم بگوی، اگه نواسه پیغمبر هم بگوی، همی درست نیست. اگر یک نفر بگوی که دمی اول بهار چرا از گل و بلبل شما تعریف میکنین و را تجلیل میکنین و نهالشانی میکنین و خوشحالی میکنین و یک فصل بیداری است بعد از سه ماه یخبندان زمستان، خود طبیعت برات میگه، نسیم بهاری میگه، با تصامیم جدید باغوان کمر خود بسته میکنه، ای را اگر یک نفر تجلیل کنه که بسیار خوب است، کجای زیزه دین است؟ ما ای را میگم اگر سبقی دینی دیه چی با؟ دینی داره از او خاطر علمای تمام تشعیه حالا خود نداره. حالی من میگم، من خود ما میگم که عقلم دارم، قرآنم تا کمتون میدانم، حدیثم میدانم، خود ما هم فضل خدای توی گناه کبیره را که برم اون چیزایی که شده او را کنم، تو یک اهل و سالی هم نیستم، تو آدم مجرم هم نیستم. حالا برادر با یک آدم کافر خودت هم گپ نمیزنی، چیزای خودت میفرمایی که او را صرف از امو دریچه ازی که دینی است و غیر دینی باید باشه. اهل ترکیه هست خب کل ملا اول بخیزن همی جنده سخی جانم تکه تکه کنن اگه مرد هستن. همی زیارت سخی که اونجا هیچ حضرت علی کرام الله وجهه را میگن گم یال یک بچه تلفن ایمیل کرده بود یک کسی که حضرت علی در نجف است، علی کرام الله وجهه is not buried in Balkh, he is in Kufa. In Kufa است، در کوفه میگه دفن است. اگر اتر باشه و بدعت آمست و اینا، خب برین بدر امور از بیخ و بنچک بکنین و بپرانین چی کنین. و طالبا خو رفتن و بوتی بامیان پراندن تا علی کلیتان ملایتان چیغ میزنین گیر پاکستان گفته بودن یا جاهل بودن دیگه. ورم خب حرام بود، خب بت بود و پراندن. یا مگر در اینجا بدعت است و بت پرستی است باید امی لشکر طیبه که سیاف است و خلیلی است و که ملیلی است و حزب اسلامی است کلگی مارش کنن طرف مزار برن و سب وردارن از بیخ و بنچک بپرانن؟
و جمعیت اسلامی خو برادر یک تنظیم دینی است. وقتی جهاد میشه عبدالله جهاد و مقاومت تو از یرفا گپ میزنه. او معلومات ها خوب یک عضو یک قماندان جهادی است و خوب بسیار یک شخص متبهر و پادشاه مزار شریف است و او یکی از سر سپردهای ربانی بوده جمعیتی است. جمعیت هم یکی از تنظیمای اخوانیت بود. خب او خود تجلیل میکنه اونجا استاده پیش روی از او این بدعت صورت میگیره و باید اونا هم برن سب یک راکت بیاره بپرانن همی مقبره که در اونجا هیچ زیر قبر حضرت علی کرم الله وجهه در داخلی از او نیست و یک بدعت هست. خب بپرانن لیش کنن به زمین که دیگه اونجا هیچ کس تجلیل هم نکنه. یا در کابل همی یک مقبره است که اونجا خوب از حضرت علی صاحب میگه دلدلش آمده بالای از این سنگ میبینی که مابین شق شده. یه خود دلدل حضرت علی کرم الله وجهه بود. در اینجا صاحب یک استراحت کرده برای یک ساعت، بعد از اینجا پریده اونجا رفت. و چیزای خیالی دیو پری در افغانستان یک اجتماعی گفتم علم نیست، خرافات است. از دین نقدر چیزا درست کردن وار اگه پاولو به پاولو بگذارین. ای که آمدیم در یک اجتماع به نحوی که صورت میگیره و باز بره و در پاولو یک گل بیشینه و که واوا گل چطور خوب است و بلبل چطور میخانه و یک نفر اونجا بیت میخانه و یکی دیگه پایکوبی میکنه، او خوب از علایده است. در یک اجتماع در این متن کابل در درون کابل بیادبی ماف میگه فایشه خانه آزاد سب خارجی و داخلی پیسه خود میته سب بسیار دوشیزای پاک افغان سب زیر پای یونان میفتد. برین خود مردم میگم کسایی که آمدن شرابخوری سه بیخی عام شده در درون کابل. یه دو گناهی که او را گناه کبیره میگه او دیگه هیچ در اول بهار نی که دمی کل چهار فصل در اونجا دوام دار. حکومت هم حکومت اسلامی است. ملاها هم اونجا صاحب همی صبور خان هم اونجا است که فلانی خان هم نیازی هم اونجا است که استاد میشه و صاحب یک ملای از این جمعیتی ها صاحب کل گیره مجذوب خود ساخته. دمی فوت فرخنده یکقدر بی پرنسیپ انسان همی آدم بود. دمی روز اول چیزی گفت وقتی دید که غوغا و برپا شد چطو از گپ خود پشیمان شد. یعنی آنچه در دین میگه با مصلحت مردم باید رفتار کنه، چون محبوبیت از او خدشه زد و باز از بسیار مدعی و چاپلوسی به سر جنازی از او هم رفت که باشه اون چیزی که گفته او را یکمه که رنگش ضعیف بساز. از اونجا باز اون زنایی را دواندنه تو میدوید سب گریخت از اونجا. و این می ملاهای مصلحتی تست برادر که یکیش ماش میخوره یکیش زیر چکمه ای میدوا و زیر اون میدوا. این میاره خوب برادر باز میگی مر از یخن میگی. ما خود دین اسلام و جان خود برای دوست دارم. برای ما بسیار مفید واقع شد. ما قدر که فرحت از امی عقیده خود میبرم و وقتی هم که ببینم که خدا نکرده ما با در دین ما در عقیده ما کدام خدشه وارد میشه، در اونجا ما خوبترم دفاع کردم میتونم برای اینکه ما کامره و میکروفونم پیشم هست. استاد میشم اونجا میگم و میفهمیم که ما آزاد گپ میزنم پروه هیچ کسام ندارم. از ما کده چطور میتونه که یک نفر دیگه مگر ای که احساساتی و انفسی و میوه بعد از اتفاقا ما در دو روز یک خانم یک دوشیزه برای ما یک کاسی افت میوه را داد و سای بروز از را برداشتیم. بعدی ما زدارم بود یک کیف هم کرد والا. اما انانی افغانستان باید ما مند لذت بردم برشان دعا کردم در میخانی ما هم ما نوشی جان کردن. علی را ما او را خانم برم دو بزنم که تو بدعت میکنی میورم جور کدی بسیار خانم بدی هستی و چرا ای را یک در روز باد نکدی و چیزایی میشه برادر گل ما. از دین اسلام چیزایی ساختین. چی میگه گفته ام مولانا بلخ میگم و ما مردم مسلمان ها میگه مغزش برای دگاه دادیم پوست اسلام را پیش خود نگاه کرد. ما سر این پوست و آستین و پوستین اسلام بسیار فخر میکنیم. اگر یک نفر ریشی بسیار طولانی داشت و چند تا حدیث و آیت حفظ کرده بود و گوینده بسیار خوب بود و بسیار به خداوند نزدیک است، و کسی که در عمل دیندار است و باز ریش نداشت مثل ما ماره و آدم میگه سیه پیسه در دین اسلام ارزش نداره. امیر ریشکه و وطن چور کرد، برباد کرد، نان از زیر بغل هزارها میلیونها آدم گرفته.
یارو خداوند دیگه در دوزخ میسوزنه، دل خداوند اختیارش است، خالق ماست. و یک آدم اونجا سر به طلاق خواد سوخت، فایدیش چیست؟ یک جمعیت در دوزخ انداختن، امیال افغانستان در دوزخ میسوزه. انسانای امروز جوقه جوقه وطن ایلامید به طرف نامعلوم، زن، مرد، طفل، زن 104 سالی فرار کرده افغانستان ایلاده. در درون افغانستان فقر، بدبختی، فساد بیداد میکنه. و همش خلاف اسلام نیست، همی خلاف اسلام. بازم اگر از خوب برن بکنن، ما خود نگفتیم که برن امور جنده را یک ملا بالا کنه استاد صبور، شاید بره خود از اون همونجا. اگر او را ولی بلخ مقرر کنیم استاد صبور هم شاید امور روزای نوروز به امه. تو کسایی را دیدم که جز اسلام دیگه چیز نمیگفت، حالا در امی زیر یوغی از اینا در امون چتلی های زمین همونجا کسیف زندگی میکنه بدبخت ها. در زور قالب نداره. ای استادا هم استادای تعصبی یکان دیوانه میوانه، مگر تو که نایجی افغانستان یا برای اسلام به تپدل مردم من نمیبینم، نه در ملایش میبینم نه در غیر ملا. بیاین برای ما بگوین کی رفته برای خدمت افغانستان و رهایی مردم افغانستان. امروز بدترین حالت بالای مردم افغانستان حاکم هست. اگر امروز کس نجنبید، نتپید، نرفت، از پول خود نگذاشت، از وقت خود صرف نکرد، از علم خود نگفت، و چی وقت داره؟ دمی ایشال هستیم که نوروز غرض بگیم که همین چیزای خرد و ریزی سمبولیک که باز در پسان در وقتی شر وقت دانستین آیستا آیستا به تبلیغ به شاباز با یک محبت رفتار کنین، مردم دعوت کنین، بگوین این درست نیست، این نیش درست است. یک انانی چند هزار ساله را بگی و یک چند تا ملا هزار، اگر فرض کنیم هزار ملا است، 998 ش آرام نشسته و اونجا قرار در دوزادوزی و در زیر یوغ دگاه همین دو تا گکش استاد میشه با زیادم اینجا تحریک میشه. من نمیگم که من عالم دینم نیستم و خودتم نیست. ما شوتای اوائی اوائی کدم میریم که فلانی ملا گفت به استناد از او که فلانی گفته تو. شاید درست بگوین، من نمیفهم. از لحاظ دینی درست، از دین ما اسلام است، غیر از او دین هر دینی را بپذیرین برای شما مرتد میشین. مگر آیا صرف به یکی یک نفر پایکوبی کد و مرتد میشه، مگر او که قتل میکنه او نمیشه؟ او آدم و هم ما یعنی جنبه جنده بالا کدن و گل سرخ و کابل و در اونجا و غرغرانک و یرفا یک وسیله ساتیری، یعنی 99.99 انسانی که اونجا میره جنبه دینی از او را هیچ نمیفهمه که چی هست و به صورت انانه همه تو اسمبلی لاین دوام دادن همه تو روان هستن. سه یک حال میشود مزار شریف بزنس ها و که اوتلا پر میشود، یک خوشسندی و خوشحالی انانوی مردم افغانستان. شما باور کنید دمی کریسمس، همی کریسمس هیچ به عیسی علیه السلام ارتباط نداره. همی مردم دانشمند جهان که گفتم در امریکا قرار دارن، یعنی میاد جمع میشن یک درخت در یک کریسمس یک توفه، یک شکل عنانه را برای خود گرفته. هیچ مسئله دینی نیست. بسیاری از جهات هیچ نمیفهمن که چرا تو میکنه. در این کره زمین بسیاری آنچه انجام میتن باعث یک میراث پدر و پدرکلان، اونا نه جنبی دینیش میدانه نه علمیش. در این دنیا میگه تقریبا 2% مردم کل دنیا را دور میته، مغز دنیا نزدی از ماست و ایدگاه و گوسفندان بیش نیستن و سایت تحقیب میکنن. برحال برمیگردیم دوستان عزیز به ای که خدافیزی و صاحب خداوند هر کدام شما را خیر و برکت نصیب بداره، و کسی که پیروی جنتری است و سال نو میخوای مبارکشان باد، و کسی که نفرت داره مبارکشان روزهای خوب، خوشحال، خرسند، هدایت از خداوند برای خود برای از اونا میخواییم. خداوند ما را اول علم نصیب بداره و عقل و فراستی را که خوب و بد خود بدانیم، بعد از او قضاوت عادلانه کرده بتانیم و نزد خداوند نمیدانم که کی نزدیک است و کی نیست. با ما خم خدای خدای با ما.